مسئله این نیست که ما اینجا بستر نداریم حاکمیت نیست صدا ما در اختیار بنده و شما نیست حرف بر سر این در جامعه ای که یعنی لوایتان شپ مدرن همه جا رو تحت سیطره خودش قرار داده حقوق فردی رعایت نمیشه جامعه مدنی وجود نداره در این جامعه وظیفه ای من و شما چیه وظیفه من و شما این است که هی انگشت اتهام به سوی حاکمیت بگیریم من با نقد حاکمیت کاری ندارم خودم هم نقادم با صرف نقد حکومت انصداد این جامعه گشوده نمیشه ما باید تعادل نیروها رو تعقیب به هم بزنیم ما جامعه نیستیم جزیره های پراکنده ای چون که بسرهای گفتگو رو مسدود کردن این صدا و سیمو باید یه رسانه باشه که مثلا گفته بودن که آقای خمینی که دانشگاه دیگه. دانشگاه که چه کنم زایشگاه هم نیست حالا دم این مردم گر میره خودشون اطلاعات رو کسب میکنن چهار تا همون تلویزیون من و تو و بی بی سی و وی و ای که آی دکتر اونجا منکوب کرده بودن گفته بودن اینا چیز رسانه ای هستن یعنی این توده ما با این همه تحصیلات با این همه ارتباطات یه آدمای مفلوج منفعل نشسن جلوی مثلا این ستا تلویزیون ببین اهانت به توده از اون طرف تظاهرات بین که میگن ببینید ایشون فرمودن چرا یه جا رسانه خوبه یه جا فریب رسانه است عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبان آزاد امیدوارم که سلامت و تندرست باشید قبل از اینکه موضوعی برنامه رو بگم مهمانان برنامه رو معرفی میکنم جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی استاد فلسفه و جناب آقای احمد بخارایی استاد جامعه شناسی خیلی خوش اومدید ممنون که قدم رنج فرمودید خب بهانه این بحث صحبت های آقای بیژن عبدالکریمی بود راجع به روشنفکران ایرانی و جهتگیری که داشتن در مورد مسئله فلسطین اما قبل از اینکه مشخصا به این بحث ورود کنیم مقدماتی میگیم راجع به روشنفکری خب من این مقدماتی میگم حالا ببخشید در خدمت شما بزرگواران ما میدونیم که واژه روشنفکری اپامات زیادی داره در تعریفش بعضیا اصلا مخالف تعریفن چون میگن یه تعریف ذات گرایانه میشه و معمولا هم به صورت استعاری و مجاز ما این رو به کار میبریم اما اگه جلوتر بریم خب خیلی اصلا اگه راجع به ایران صحبت کنیم میگن که اصلا ما تو ایران روشن فکر نداریم یا روشن فکری در ایران به جامعه خیانت کرده اگه به صورت خلاصه دو تا حالا بحثای عمده که میشه مطرح کنم بعضی هم میگن که امکان شکلگیری روشنفکری در ایران نیست خب کار روشنفکر اینی که در مقابل حکومت باشه اما خب روشنفکر ایرانی حالا هر شکل اون چه نویسنده باشه چه استاد دانشگاه باشه چه معلم باشه حقوق ماهیانه شده داره از قدرت میگیره وقتی حقوق ماهیانه شده داره از قدرت میگیره چه بسا که اصلا بر آشفتگی شرایط هم اضافه کنه بعضی دیگه هم بر این اعتقادن که روشنفکر ایرانی داره دولت رو به عنوان یک دیگری معرفی میکنه و همه تقصیرها رو میندازه به عهده دولت آقا هر کاری هست هر مشکلی هست کار دولته خب خیلی راه ساده یه دیگه حالا وقتی هم خودش رفت جای دولت تبدیل میشه به یک مثبت شاید اینطوری هم به نظر اونا هم داره به خودش دروغ میگه هم داره به ملت دروغ میگه حالا برای اینکه وارد بحث بشیم آقای عبدالکریم در خدمت شما هستیم خب من هم خدمت شما مهمان عزیز برنامه های دکتر بخارایی و همه بینندگان و شنوندگان برنامه عرض سلام و عرض ادب دارم از مدرسه عالی مدرسه آزاد فکری هم نهایت سپاس رو دارم به خاطر فرام کردن این شرایط این بحث ببینید پدیده روشن یک پدیده تاریخی است از جهات بسیار بسیار گوناگون میتونیم مورد بحث قرار بدیم که اگر وارد بحثش بشیم فکر میکنم چندین جلسه میخواد درست. که در موردش بحث بکنیم اما من دو بحث رو از هم تمیز میدم یک بحث متافیزیکی و فلسفی در مورد جریان روشنفکری داریم گفتم که روشنفکری پدیده تاریخی است که با نهضت روشنگری اروپایی شکل گرفت و روشنفکر کسی است که در واقع به عرضش ها و جهانبینی در واقع نهضت روشنگری اروپایی اعتقاد داره خب این یه بحث فلسفی است که باید در جای دیگری بپردازیم اما روشنفکری معنای عامی پیدا کرده و اون در واقع به معنای بخشی از جامعه است که در واقع در حکم نخبگان جامعه هستن جریان روشنفکری جریان نخبگی رو تشکیل میده در واقع سوبژه مدرن نیست که میخواد سوبژگی خودش رو اعمال بکنه میخواد ایجنسی داشته باشه روشنفکر کسی است که میخواد در واقع هم بر مسیر آگاهی جامعه اثر بگذاره لذا با ایدولوژی قدرت در میفته با فریب دوران میخواد در بیفته. با هر آنچه که توده ها رو تحمیق میکنه میخواد دربیفته. و سوی دیگه در واقع میخواد بر سرنوشت اجتماعی بر سرنوشت اجتماعی جامعه اثر بگذاره لذا با کانونهای قدرت اقتصادی و سیاسی در میفته اما یک ملاحظه ای هم من میخوام بکنم با توجه به اینکه انتقاداتی هم به من شد در خصوص اون برنامه در افق فلسطین که به نظر می اومد ما مش بین من و منتقدین من که من یکایکشون سپاسگزارم که با انتقاداتشون زمینه طرح یک بحث مهم رو در کشور فراهم کردن و اون بحث نخبگان جامعه و روشنفکران جامعه است که به نظر من وقت اون فرار رسیده که ما به نحو بنیادین جریان روشن فکری رو مورد بررسی و مورد بررسی انتقادی قرار بدیم چرا که معتقدم جریان روشن فکری برخلاف ادعای خودش که خودش رو برون شدی از راهلی برای برون شد از بحران ها میدونه به نظر من جریان روشن فکری ما اگه فرصت بشه صحبت خواهم کرد خود بخشت بحرانه و خود یکی از عوامل بحرانه این در واقع شاید چالش اصلی من و آقای دکتر بخارایی و چالش اصلی من و همه منتقدان من باشه فقط خواستم تره مسئله بکنم ولی واژه روشن فکر به عنوانی که مشترک لفظی در لسان من و در لسان برخی از من به کار رفته ما گاهی وقتا میگیم روشن فکر و مرادمون برخی از شهرهای برجسته فرهنگی هستن برخی سرمایه های فرهنگی هستن اما در لسان من و در بیان انتقادی من در واقع مرادم از روشن همه به اصطلاح اون بخش از هستن که میکوشن تولید محتوا کنن قلم به دست میگیرن در فضای مجازی حضور دارن در مورد مسائل اجتماعی بیندیشن مثل کارگردانان سینما مثل هنرپیشه ها مثل بازیگران مثل دانشجویان مثل اساتید دانشگاه مثل بخشی از تکنوکرات ها و بروکراتهایی که به مسائل اجتماعی هم فکر میکنند. یعنی مراد من صرفا در واقع شخصیت های برجسته مثل دکتر سروش آقای, دو... آقای ملکیان آقای رنانی و غیره نبود که بعضی دوستان بگن که تو چطور بدون سند حرف زدی که از اینها در واقع فرزند به خاطر کینه که نسبت به حاکمیت داشتن از اسرائیل دفاع کردن بخه من اون هزاران کامنتی رو توجه داشتم که از جانب پلیتیکال اکتیویست‌ها و در واقع جوانان ما و یا کارشناسان رسانه هایی که در خارج از کشور هستن در مورد مسائل ایران اظهار نظر میکردن با توریه این به اصطلاح مشترک لفظی رو فکر میکنم یه مقداری از ابهامات کاسته شد حالا باید در مرحله بعدی بحث صحبت بکنیم که وظیفه روشنفکر چیست و یا روشنفکران ایرانی وظیفه رو انجام میدن یا نه سلام دوستان من مهدی احمدی ام مدیر مجموعه آزاد و میخوام در مورد اینکه آزاد چطور کار میکنه و حمایت های شما چجوری به ما کمک میکنه که این فعالیت رو به صورت مؤثر و پایدار ادام بدیم با شما نکاتی رو در میون بذارم خب هر مجموعه مثل ما دو بخش هزینه داره بخش اول هزینه های نیرو انسانی شه و بخش دوم هزینه های مثل اجاره استدیو و تامین تجهیزات و موارد مشابه خب ما بخش اول رو از طریق درآمدهای یوتیوب تامین میکنیم ولی بخش دوم نیاز به حمایت شما داره ما تو کمپینی که اخیرا برای تامین اجاره استودیو داشتیم بخش عمده اون رو تونستیم از طریق حمایت های شما تامین بکنیم ولی باقی مونده هزینه اجاره استودیو و همینطور تامین تجهیزات نیاز به حمایت شما داره که ما هم برای حمایت های ارزی و هم برای حمایت های ریالی برای ایرانیان داخل و خارج از کشور لینکاشو تو دیسکریپشن گذاشتیم از اونجایی که این هزینه هزینه, هزینه های ثابت ماهیانه هست شما میتونید تو برنامه حمایتی ثابت ماهیانه تو بخش جزئی کنار ما قرار بگیرین و کمک بکنید که این هزینه ها رو تأمین بکنیم این حمایت شما کمک میکنه که ما بتونیم این فعالیت رو پایدار و مستمر ادامه بدیم خیلی ممنون از شما آقای بخاری تعریف ابتدایی شما از روشن فکر برای که حالا لفظی برسیم بحث ادامه پیدا تشکر از مدرسه آزاد و عرض ادب خدمت دکتر بیژن عبدالکریمی پدیده روشنفکری پدیده چند بعدی است به راحتی امکان تعریف نداره اون چیزی که ما از روشنفکری در ذهن داریم و اطلاقی که به یک فرد به عنوان روشنفکر این مفهوم میشه عمدتا ویژگیهایی است که کمتر در جامعه ما پدیدار شده فرض بفرمایید وقتی بحث خرد خردورزی میشه به معنی که شاخصهای اصلی روشنفکری و خرد هم اون عقل گفتمانی است اینجا جای خالی خردورزی به این اعتبار در بین کسانی که ما بهشون میگیم روشنفکر در ایران به شدت احساس میشه یا وقتی میگیم آلترناتیو ساز است و میتونه بدیل ها رو بسازه میتونه راه های نوین رو ترسیم بکنه میتونه گفتمان جدیدی خلق بکنه که همه اینها ناشی از وجود یک فکر خلاق و مبتکر و نو هست به این اعتبار ما در ایران اونطوری که باید و شاید روشنفکر نداریم حالا بحث نوگرایی بحث عطفه به تجربه بودن مدرن بودن اینکه فرادینی باشد شاید این واژه است که خیلی چالشی باشه نه میاندینی میاندینی یعنی یک نفر بیاد به اسم روشن فکر سعی کنه بین ادیان و ایدولوژی ها یک ارتباطی برقرار بکنه ولی یک روشنفکر فرادی نیست چرا به خاطر سبقه ای که پدیده روشنفکری داره قرون وسطایی سپری میشه رنسانسی پا به عرصه میگذاره دو... نهزت روشنگری و سپس روشنفکری بر اساس اون عقبه یک روشنفکر نمیتونه ایدولوژی گرا باشه ایدئولوژی محور باشه تفکر و اندیشش میتونه درس خصوصی ایدولوژی داشته باشه برای خودش اما به محض اینکه از عرصه خصوصی پا به عرصه عمومی میگذاره دیگه اون ایدئولوژی ها و باورهای فرازمینی و حتی زمینیش که تیفیس ایدولوژی اینها رو دیگه در خانه جا میگذاره و میاد بیرون همه ویژگی ها رو شما داشته باشید بر اساس این اون چیزی که ما امروز به نام روشن در ذهنمون از اشخاص میاد مسادی به نظر من اطلاق ناسحیه است اون چیزی که حالا در جامعه ما داره اتفاق میفته هنرمند، سینماگر، نقاش، استاد دانشگاه، معلم، نویسنده، شاعر همه کسانی که حالا به نحوی چند گام جلوتر از اشخاصی هستند که ممکنه هم ایش باشند این رو من اسمش رو روشنگری ایلاستراتیو معنی روشنگری اینی که این فرد به اندازه‌ای که توان داره به اندازه‌ای که درک و فهم از همه این ویژگی های روشن که عرض کردم داره به اون اندازه نور میتابونه بر مسیر مثل چرا قوهی که به تناسب اون باتری و انرژی که ذخیره داره هرچقدر این انرژی ذخیره کمتر باشه شعاع اون نور و زمانش کمتر خواهد بود روشنگری به ذات نیست روشنفکری به ذاته یعنی روشنفکری با عناصر خودش با مصادیق رابطه ذاتی داره رابطه اعتباری و قراردادی نداره مثلا با پدیده اقتصاد با پدیده سیاست با پدیده فرهنگ با عناصر اجتماعی انفکاک ناپذیر رابطهش یعنی تعریف ذاتی از روشن با مصادیقش عرض کردم مثال میزنم در عرصه سیاست یک روشنفکر نمیتونه با استبداد موافق باشه اقتصاد سال 2023 اقتصاد سال 1402 یه سوشال فکت یه اکانومیکال فکت عرض کردم ذهن روشنفکر جنبه انزمامی داره به اون چه که هست برای اساس نمیتونه پدیده رقابت رو از عنصر اقتصاد منها بکنه ممکنه مثل مارکس بیاد یه ایدئال هایی رو مطرح بکنه اون بحث دیگری است اون یه امر دیگری است اون وارد درس ایدئولوژی شدنه خودش ایدئولوگه در که روشنفک ایدئولوگ نیست وقتی که پدیده رقابت در عرصه اقتصاد مطرح میشه در عرصه سیاسی هم به طبعش مطرح دموکراسی پا به صحنه میگذاره رابطه ذاتی داره قراردادی نیست که ما میشنویم میگن روشنفکر دینی یه امری که اساسا و ماهیتا با پدیده روشنفکری در تعارض انگار میخوان قرارداد ببندن حالا بیایم روشنفکر دینی تعریف بکنیم بسازیم اینا تعارض ذاتی دارن با توجه به این عرایز ما روشنفکر به اون معنا نداریم اگرم حسن محجورم تریبون ندارند. خیلی محجورم انگوش شمارن و ما میشناسیم خیلی کم اونها هم قابل نقدن دارید. نه نیازی نیست جو قابل نقدن من از آقای سروش مثال بزنم آقای سروش هنوز در گروه ایدئولوژیشه از آقای ملکیان بگم هنوز در گروه ایدولوژیشونن شونم رو رها کنیم اون چیزی که روشنگری نسبی سال فردی که اهل رسانه است همین مدرسه آزاد داره روشنگری میکنه به تناسب میزان فهم و درک شما قدرت استنتاج شما میزان ارتباطی که با لایه های پنهان واقعیت برقرار کرده تلاش میکنید یه جا میرسین به آخر روشنگری بنی این اساس آقای دکتر وقتی در اون برنامه به افق فلسطین با اون قاطعیت از روشن فکر صحبت کردن گلایه کردن گفتن من نمی بخشم کدوم وجود نداره چیو نمی نمیبخشید؟ اگه منظورتون روشنگرا هستن که روشنگرا منظور خودشون با توقع داشت من از فردی که رسانه چی هست حالا چه خارج چه داخل چقدر انتظار دارم یه زمانی دانشجوی ما بوده چهار کتاب کتابم خونده و اون جست روشن فکری و جست روشن فکری توی فضای مجازی هم انبوهی از مطالب متکسر به خوردش داده شده طبیعی ولی قابل احترامه چون یکی از ویژگی های روشن فکر اندیشه معطوف به عمله عملم در سه بعد اعتراض تغییر برساخت اعتراض گفتار دو تغییر اقدام برای اصلاحات برساخت اینو تحول گرایی اون چیزی که امروز جامعه ما نیاز داره دیگه از اعتراض و اصلاح عبور کرده برساخت ریکانستراکشن در این اساس آقای دکتر عبدالکرمی در اون برنامه فرمودن که روشنفکران و ای که به کار بردن اجازه بدید من حفظ امانت بکنم ایشون گفتن که بخشی از ایرانی‌ها روشنفکران ما هستند به هیچ وجه روشنفکران را نمی بخشن بخش وسیعی از روشنفکران از اسرائیل حمایت کردن و این ننگین است به دلخشم خشم کینه که من نفذ جمهوری اسلامی حالا داشتن. ورود میکنم اینکه سکوت میکنن سکوت علامت حمایت نیست اینکه نقد میکنن به عمل کرده حماس معنیش دفاع از اسرائیل نیست همه مخالف انسان کشی هستن مگر اینکه فرد بیمار باشه چه این طرف چه اون طرف یه حرکتی حماس کرد که داعشوار بود آقای دکتر فهمیدن واکنش یعنی تبرعه حماس واکنش ریاکشنه یه کسی میزنه تو گوش شما شما میو ناخداگاه اینطوری تبرعه کردنه کنش واکنه دوگانه سازی هایی که عمرش سپری شده کنش هست کانال وقتی میکنن وقتی تونل حفر میکنن وقتی موشک میارن وقتی میشنن برنامه کنش همه انتفاضه ای که با سنگ بود زمانش سپری شد اسم اینا گذاشتن انتفاظه ای سوم بگیم میشه اون ت... سنگ تبدیل به موشک بشه درست. کنشه واکنش نیست این الفاظ مهمه که ما به کار میبریم در خدمت خیلی ممنون از شما آقای عبدالکریم آقای بخارایی خب یه تفاوتی رو گذاشتم بین روشن فکر و کسی که جست روشن فکری میگیره و حالا اصلا با تعریف که ایشون داشتن ما در ایران مستاق روشن فکر نداریم یا اگر باشن هم خیلی اندک و اشاره کردم به صحبت شما که گفتید بخشی از ایرانی ها روشن فکران ما هستن و گفتن که خب از اونا ما تونیم انتظار خاصی داشته باشیم در حد وسعشون ببینید من تلاش کردم که با یک تک عبارتی به اصطلاح محل نزاعی رو مطرح بکنم که چالش شکل بگیره اشتراک لفظی رو اگر 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 ما در ایران روشن فکر نداریم دیگه در واقع سالبه به انتفاع موضوعه یعنی بحثی دیگه ما نداریم ما آمدیم اینجا به نقد جریان روشنفکری بپردازیم اتفاقا بلازیم. اصل بحث هم اینجاست آیا دکتر ج... چرا نداری؟ ببینید اگر اگر ببین آیا آیا جامعه ایرانی و کنشگران سیاسی و اجتماعی ما این خداگاهی تاریخی رو دارن که روشنفکر نیستن این چیزی که اومده بودم من اینجا در مقابل آقای دکتر بخارایی اثبات بکنم که در واقع آن کسی بخش از جامعه ما که ادعای نخبگی میکنه و ادعای روشنفکری میکنه و ادعای مرجعیت فکری برای جامعه میکنه کار روشنفکریش رو انجام نمیده آقای دکتر بخارایی رادیکال تر از من گفتن اصلا روشنفکر نداریم یعنی در واقع بحث اینجا به پایان رسید نکته اینجاست که آقای بخارایی یک تلقی اسانسیالیستی از روشنفکری دارن تمام اون ویژگی هایی که برای جریان روشنفکری میپذیرفتن می، می، می یعنی اینا ارزش های قرن 18 و 19 و نیمه اول قرن 20 جریان روشنفکری است و امروز در جهان پسا مدرن در نزد چهرهای مثل دولوز چهرهای مثل لیوتار چهرهای مثل دریدا چهرهای مثل فوکو تمامی اون مؤلفه ها در واقع زیر پرسش گرفته شده یعنی در جهان پست مدرن جریان روشنفکری تحولاتی پیدا کرده که به هیچ وجه با خواستگاهش در قرن 19. که مبتنی بر عقل روشنگری بود نهضت روشنگری بود در واقع بسیار متفاوته در فرمایشات آقای دکتر بخاری باز مباحث متافیزیکی اینکه روشن فکر باید به عقل خود بنیاد ضرورتا اعتقاد داشته باشه یا نه که من هم باشون موافقم که روشنفکر فکر کسی که به عقل خود بنیاد اعتقاد داره من گفتم این جمع جنب جمعه متافیزیکی و به همین دلیل من خودم رو فکر نمیدونم چون در واقع به عقل خود بنیاد اعتقادی ندارم اما آنچه که اینجا ما جمع شدیم در واقع راجع به یک پدیده اجتماعی است یعنی بخشی از جامعه است که داره تولید محتوا میکنه میخواد مسیر اندیشه و مسیر حیات اجتماعی جامعه رو روشن بکنه من اینها رو گفتم بخشی از جریان روشن فکری به تسامح من تعبیرش به روشن به کار میبرم تعبیرش به به کار میبرم اگر آقای دکتر بخارایی هم با من موافقن که در واقع اون بخش از جامعه رو که ما به عنوان روشنفکر تلقی میکنیم اینا فی نفس روشن فکر نیستن فکر میکنم حالا دیگه بحث ما اینجا در واقع با آقای دکتر بخارایی به پایان رسیده حالا باید یک فاز جدیدی از بحث رو شروع کنیم همون که خودش میفرمایه حالا بیان به این بیاندیشیم بیان که چرا ما روشن فکر نداریم اما این سخن آقای دکتر بخارایی رو احتمالا خیلی دیگه از روشنفکرا بر نخواهم تابید و قبول نخواهم کرد اونا خواهند گفت که روشنفکری در تاریخ دو قرنه خودش خیلی نقش عظیمی ایفا کرده نقش بزرگی داشته و به این سهولت ما نمیتوانیم تاریخ روشنفکری رو نادیده بگیریم به نظر من باید یه تلاش دوباره بکنیم برای اینکه چالشگاه اصلی بحث روشن بشه درسته حالا اگه برگردیم نسبت به صحبت به شما مجدد خب شما تو اون صحبتتون گفتید راجع به مردم ایران صحبت کردید یک تقسیم بندی کردید بین توده و افرادی که روشن فکر هستن میخواین اول ابتدا راجع به این تقسیم بندی صحبت کنید ببینید مردم عادی غرق زندگی روزمره هستن مردم عادی به سلام مسائل رو تئوریزه نمیکنن مردم عادی به نحوی بیواسطه با زندگی مواجه میشن اما یک روشن فکر کسی که کار فکری میکنه در واقع میکوشه بر روی حیات اجتماعیش زندگی اجتماعی تاریخیش بیاندیشه اونها رو کتگورایز بکنه مفهوم سازی بکنه کانسپچوالایز بکنه تا بتونه از طریق مفهوم افقی برای فهم عمیقتر مسائل توده ها به دنبال فهم عمیقتر مسائل نیستن این در واقع نخبگان جامعه که به دنبال فهم اون لایه های زیرینی هستن که سرنوشت جامعه رو به صلاح تعیین میکنه و از طریق فهم این لایه های زیرین میخواد دست به تحولات بنیادین در جامعه بزنه اما اتفاقی که اتفاقی که در روزگار ما افتاده و این محل نقد منه باز هم میگم مراد من در واقع روشنفکرانی هستن که در سطح وسیعی دارن این که کلمه رو برای بخش وسیع جامعه دارم به کار میبرم که بخش وسیعی که میگم در واقع میخوام بگم محدود فقط به چند تا چهرهای شاخص فرهنگی نمیشه هرچند انتقادات من به بزرگان جریان روشن فکری هم بارد. یعنی تمام انتقادات که میکنم ببینید من نمیخوام ارزش های جریان روشنفکری کشورم رو در حوزه هرمونوتیک در حوزه کلام جدید در حوزه الهیات در حوزه ترجمه در حوزه پدیدار شناسی ترجمه آسان هایدگر نادیده بگیرم بحثم اونجا نیست من فقط دارم از منطق اجتماعی روشنفکرامون در جهت فهم مسائل اجتماعی خودمون دارم بحث میکنه اینها رو از هم تفکیک بکنیم به نظر من به نظر من در واقع اتفاقی که افتاده اتفاقی که افتاده در واقع فاصله بین توده ها و نخبگان ما بسیار بسیار کم شده و جهتگیری اجتماعی نخبگان جامعه ما که حالت ازش به روشنفکر تعبیر کنیم یا به شبه روشنفکر یا تعبیر نخبه فاصله شون با توده های وسیع یعنی بقال و چقال و راننده تاکسی و راننده اسنپ بسیار بسیار کم شده به همین دلیل هم به صدا جریان روشنفکری یا شبه روشنفکری ما منطق فهمش از مسائل در واقع همون منطقی است که بر ذهن توده ها حاکمه و یکی دیگه از ویژگی های توده ها اینه که ما امروز امروز با یک جامعه توده ای مواجه هستیم جامعه توده ای به مفهوم وایزمن یعنی مسوسایتی توده های وسیعی در صحنه هستن در مورد مسائل اظهار نظر میکنن بیان که تربیت های لازم رو داشته باشن این به هیچ وجه به معنای این به هیچ وجه به معنای متهم کردن و مقصر داستان توده ها نیست من بارها گفتم توده ها هیچ تقصیری ندارن محل نقد من نخبگان هستند. محل نقد من نخبگان هستن که در واقع یک چنین جامعه توده ای رو در شرایط کنونی در واقع تایید میکنن در که همین توده ها در یک دوره تاریخی دیگری مسائل خودشون رو به درستی تشخیص ندادن این منطقه یه بام و دو هوا این منطقه یه بام و دو هوا یعنی یک جاهایی که اینکه هر جا توده ها در واقع از من استقبال کردن بگیم جامعه حرمت داره به توده ها حرمتی نکنید چرا عبدالکریم به توده ها حرمتی کردی اما اونجایی هم که توده ها به نقد ما و در برابر ما مثلا میستان اونها مورد حمله قرار دادن که اکثر توده ها اکثر هم لایش رو اکثر هم همون کاری که جریان سنتی هم میکنه اونجایی که بهش رأی میدن با شور و حماستشون صحبت میکنه اونجایی که پشت میکنن توده رو متهم به نافهمی و بیشوری میکنه یک مواجه دوگانه ای ما داریم یک مواجه دوگانه ای ما در میان روشنفکران در قبال توده داریم به هر حرف من اینه که مردم درد رو احساس میکنن و فریاد میکشن اما فریاد درد و احساس درد به هیچ نسخه درمان نیست این نسخه درمان رو باید در واقع نخبگان جامعه مطرح بکنن و متأسفانه بخش وسیع از در واقع نخبگان جامعه ما هم به شدت منطقه منطق تودهی شده و منطق فهم مسائلش از توده ها خیلی فاصله نداره تناقضی که هست شما میگید نخبگان از توده ها فاصله گرفتن بعد میگید منطقشون همون منطق شده من کجا گفتم فاصله گرفتم گفتم فاصله خیلی کم شده آها فاصله خیلی کم شده معمولا باید در واقع نخبه از جامعه خودش خیلی جلوتر باشه اما امروز این شکاف رو به نظر من این فاصله خیلی کم شده یعنی یعنی فرض کنید نخبه ای ما همون جور حرف میزنه فرض کنید انگشت احترامش به سوی حاکمیته و اینکه یه مش نادان و یک مش دوز دارن حکومت میکنن و اگر این نادانان و دوزها برن جامعه به سعادت میرسه خب این منطقی است که تو کوچه بازار مردم میگن منطقیه یکیه منطقیه یکیه به تعبیر همون شما که از حاکمیت یک دیگری بزرگ میسازن یک دیگری بزرگ میسازن و تمام بار و چگالیه مشکلات تاریخی رو روز دوش حاکمیت میندازن و با محکوم کردن حاکمیت فکر میکنن به صلاح رسالت خودش رو انجام دادن همینجا بگم به هیچ وجه قصد دفاع از حاکمیت ندارم من نیومدم اینجا در واقع حاکمیت رو دفاع یا توجیه بکنم اصلا 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 حرف هم اینه که این منطق ما رو به جایی نمیرسونه برای تغییر و کنشگری ما باید منطق فهممون رو تغییر بدیم و متاسفانه شپ روشنفکران ما به شدت در برابر تغییر منطق مقاومت میکنن به شدت مقاومت میکنند. به هر آن کس رو که هر آن کس رو که بخواد در واقع این منطق فهم رو یکم انگولک بکنه و تر پرسش بکنه به شدت سرکوب میکنند. درست مثل مرجعیت سنتی ما مثل مرجعیت سنتی ما که هر فهم تازه دین رو به شدت با تعابیری مثل کفر و الهاد و بدعت و التقاط به اصطلاح سرکوب میکرد امروز هم جریان شبه روشنفکری پوپولیستی جامعه ما در واقع برای خودش یک چنین شن و مرجعیتی قائله و هر آنچه را که حتی آدمی مثل من که به عنوان یک دوست به عنوان یک همجبه میکوشه به تر پرسشگری به پردازه با مبتزلترین شکل قضیه با زشترین تعابیر با احساسیترین ترین و پوشالی ترین کلمات میخواد برخورد بکنه خود این نوع مواجه دقیقا نشانگر ابتضال جامعه روشن روشنفکری در جامعه ماست متاسفانه آقای بخارایی شما نظرتون چیه؟ این دوگانه ای که توده ها امکان کتگوری کردن مسائل رو ندارن و روشنفکران باید کمک کنن من ابتدا ارز کنم ویژگاه روشنفکر رو که ارز کردم در ظرف زمانی اکنون اشاره کردم به 2023 اینکه پست مدرن ها چه گفتن دریدا چه گفته آیا جز این بوده است یا به زبان دیگری گفته است اینها در جای خوش بحث بکنیم تمام این ویژگی هایی که من عرض کردم رو به نحوی از انها از دل فلسفه دریدا بیرون میکشم به همین خاطر دریدا از حوزه فلسفه فراتر رفته و اومده توی جامعه شناسی بحث میشه آیا دکتر یک بار دیگه ویژگی های فکر رو, رو متوجه به شرایط تاریخی ما بر شمارید که شمردید عقل خود بنیاد بود دموکراسی خواهی بود خردورزی بود خردورزی بود آلترناتیو سازی بود آلترناتیو سازی, سازی بود قدرت استنتاج بود قدرت استنتاج بود معطوف به واقعیات اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی بود و اینکه یک روشنفکر با اون چیزی که روشنفکری مستاق پیدا میکنه محقق میشه رابطه ذاتی داره رابطه اعتباری نیست به همین خاطر گفتم فرادی اون نیست اون روشنفکری با چی؟ ارز عرض میکنم به اعتبار گفتم فرادی نیست نه میاندینی و ایدئولوژی از صحنه حذف میشه حالا شما این پنج ویژگی حتی اگر دو ویژگی این پنج تا رو در نظر بگیرید بر این اساس خیلی دنبال روشنفکر در جامعه خودمون نمیگردید من و شما هم روشنفکر نیستیم که با این قطعیت دیگران رو محکوم میکنیم با الفاظ بسیار تند که منطق روشنفکران الان این است که اگر بخوایم منطقشون رو قلقلک بدیم نه این درست نیست آیه دکتر دوگان سازی ها دورش خیلی وقت سپری شده شما که به پست مدرن اشاره میفرمایید با من هم یک پست مدرن لیکوئید بودن سیال بودن حالا اونجا ایشون عشق رو مطرح میکنه این نگاه نسبی گرایی دوگان سازی ها رو کنار می‌ذاره توده حاکمیت دولت ملت روشنفکر بله خیر منطق روشن فکر را این گونه هست اینها جنبی انتظاری داره آی دکتر ما آی خود شما هم می اجازه بدید خود شما میگید که روشن فکر ساز است میام خدمت یه جزا... دو کسانی داریم که آلترناتیف ساز زن میام خدمت اتون. خرد خود بنیاد خرد من خردی که متکیبه یعنی میخوام بگم این به عرض اولیه من دقت نکردی ایلاستریتی رو گفتم روشنگری رو گفتم چرا قوه رو مثال زدم گفتم اینها به تناسب اون ذخیره انرژی که دارند به تناسب اون ذخیره انرژی چیست افکار نوعی هست تحصیلاتی هست احساس مسئولیتی هست در زن ویژگی پنجم اندیشه عطف به عمل هست که عملم هم عرض کرد عمل هم, هم اعتراضی تغییری برساختی به روشنگری اشاره کردم پس رگه هایی از روشنفکری مثل کورسو در دل هر روشنگری میتونه باشه من اتفاقا دقیقا دارم تیفی میبینم دقیقا دارم نسمی میبینم دوگانه این که توده امروز توده امروز بچه من که جامعه شناسی نخونده از من بهتر جامعه شناسی میکنه کی گفته توده متوجه نمیشه دنیا دنیای ارتباطاته شما نشستی توی منزل تو مهمان ناخوانده اینجاست کمتر از یک صدم ثانیه اطلاعات میاد من میاد اجازه من هایپریالیتی هم بحث میکردم که رشته افکارم بریده آیده شد آه رو پس ارز کردم به موقع خودش بحث میکنی پدیده روشنفکری و روشنگری رو ارز کردم سوال شما چی بود؟ بحثی که از توده شد و فهم توده ببینید در دنیای جدید امروز حالا بگیم پس ها مدرنه مدرنه این واژه ها باید واکاوی بشه اینکه ما اسیر واژه هایی بشیم که یه مکتب انتقادی ماهیتش انتقاد دیگه یو همه به تو کمپ اون زیر پرچم اون سینه بزنیم که دریدا حالا هر چی به دو سر انتقاد کرده این درست است اینا رو بزنیم که خودمون اندیشه داریم بالاخره هر کسی بخشی از حقیقت رو میگه و قابل احترام دیگه که دوره پس این تعریف روشن فکر عوض شده پس ما هم دیگه خداحافظ پس ما تمام شد این تمام دوگان سازی هست. این تمام شد مرد چرا از کجا برمیخیزه این تفکر اینکه که فلاسفه ما به طور فلسفه خانده های ما چون که جامعه شناس بودن با جامعه شناسی خواندن خیلی تفاوت داره از ماه من تا ماه گردون فاصله داره فلسفه ما با جامعه شناسی بیگانن جامعه شناسان ما با فلسفه بیگانن تا وقتی این ذهن انزمامی نشه هر دو در جام میزنن فلسفه ها انبوهی از مسائل انتظایی رو مطرح میکنن توی متافیزیک دنبال واقعیت میگردن من حالا اگر فرصت شد یک بیک ورود میکنم به فرمایشات های دکتر چه برنامه به افق فلسطین چه جاهای دیگه که در خدمتشون بودن و آموختم ازشون و جامعه شناسان ما هم دیدید تحقیقات اولیه و تکراری و نتایج تحقیق همون چیزهاییست که از ابتدا تو فرضیه بیان شده دور باطل اگر بین این دو نه این دو دوتا مستاق یک مستاق در دو مفهوم وارد بشه بتونه ذهن خلاق و استنتاجی اون روشن فکر از اون میشه برای من فلسفه درس بدم من جامعه شاید درست روشن فکر نیست معلمم چیزی خوندم ضبط صوتم هم میگم که الان شال داریم که میخواستم بگم چرا روشن فکر در اینجا نداریم کم داریم و نمیگم داریم نداریم مش دوگانه عرض کردم اندکن خیلی هم هستن محجورن ما نمیشناسیم دانشگاه ما انجمن های علم دانشگاه ما الان تز دکتری رو انقلاب میخره دانشجو تز دکتری رو دفاع میکنه میاد تاسف عضو علمی دانشگاه فول پروفسور و استاد تمام کتاب داره تعلیف ترجمه هر رو عبر تشخیص نمیده حالا به بحث اصلی اون آه, آه میخوام بگم این بحث اصلی اینه که ببین ذهن ما به عنوان جامعه شناس معطوف واقعیت واقعیت جامعه امروز ماست آبان 1402 ساختار اقتصادی ساختار سیاسی ساختار ما میتونیم همینجوری اون انقلاب خوب از آقای دکتر اشاره کردیم خب یعنی چی؟ خوب بحثش و زیباش چیه؟ پنج هفت چه اتفاق به افتاد چهل و چه پنج سال گذشته الان کجاییم که خروجیش میشه این که جریان ضد روشن فکریه همون گفتمان انقلاب این جامعه شناسی معرفته که کجا افکار و اندیشا در چه شرایطی میشه تو این دانشگاه در انجام های علمی رو ببندن وقت روشن فکر کجا یک شب پدید میاد روشن فکر اونا هم پیمونن یه تحصیلاتی دارن برای اینکه اینجا دیگه از قافل عقب نمونن اونا هم آموخته رو هم فراموش میکنن همرنگ جماعت میشن اون اندک، اندکی که تحصیلات خوبی دارن بنابراین ما مهمه که بدونیم چرا در جامعه ما روشن فکر پدید نمیاد اون وقت ساختارها محل بحثن فلسفه که خوندیم اخلاقی که میگی متافیزیک ندارد دنبال متافیزیک میگردیم حالا از متافیزیک تا متافیزیک زمین تا آسمون فاصله است دیگه چه اتفاق توی جامعه ما افتاده که اخلاق حرفه‌ای زیر سوال رفته چه بستری بوده چه چارچوبی بوده نظام سیاسی به هر حال بر اساس تئوری جامعه شناختی جنبه محوریت دارن آقای دکتر به راحتی میگن توده میگه تقصیر دولته اون توده توده نیست اون داره همون تئوری جامعه شناختی پارسونز رو به زبان خودش میگه شما باید این ذهن فعال رو داشته باشید که حرف معمول رو بیارین و فیلتر بگذرونید و باروری علمیش بکنید به نظر من توده بی رب نمیگه توده به خورد نظام سیاسی انگشتش هست روشن فکرم هست تئوری جامعه شناختی به اقتصاد پیغمبرش میگه کاد الفقران یکونه کفر را فرق به کفر میانجام کفر مگه فقط انکار خداست کف پوشاندن هر حقیقتی است کسی بگه دوی زبدر دو مستاسا پنج این هم کافره مگه میشه ساختار ساختار اقتصادی چی؟ کی مدیره؟ کی مدیرت کلان جامعه است؟ این مدیر کلان چه ماهیتی داره؟ گفتان انقلاب های دکتر تاکید میکنن میخوان زندش بکنه. گفتان انقلاب قلتید مثل بهمن بزرگ و بزرگ و بزرگتر شد قطر این بهمن امروز تخریبگره خروجیش این میشه که بحث روشنفکر ماست این بحث اصلیه میگه بس تمامش روشن فکری نه تازه شروع میشه که ما تو این جامعه داریم زندگی میکنیم منم محصول این جامعه منم روشن نیستم آقای دکترم محصول این جامعه اون کسانی که با دکترم انتقاد میکنن با زبان تون اونا محصول این جامعه متاسفانه همه قربانی هستیم و نمیتونیم روشن باشیم چون یه حیولای مثل ایدئولوژی ذهن ما در بر گرفته ما نمیتونیم خلاص بشیم ساختارها نمیگذارن تحول فرهنگی توسعه فرهنگی تعریف داره واسه تئوری ها رو هوا شکل نمیگیره تحول فرهنگی ما میگیم روشنفکر قدرت استنتاج این قدرت استنتاج مگه چیزی با, با یک کتاب دو کتاب کلاس دو کلاس از بس از خانواده شروع میشه تا درست بله دکتر شما نقدتون ببینید من فکر میکنم هنوز بحث ما شکل نگرفت یعنی سوال اصلی بحث روشن نیست دال مرکزی بحث روشن نیست ما قراره اینجا سر کی رو بتراشیم یعنی قراره روی چه مسئله ای بریم نکاتی رو جست و گریخته آقای دکتر بخارایی میفرمایند حرفای درستی هم میزنند آقای دکتر اشارت ببینید. من چون برگردیم مستاقی چون که همیشه من ذهنم جنبه انزما می داره پامونو بذاریم روی زمین انتقادی هم که فلاسفه داره اینی که ابسترکت و تو اون برنامه فرمودید حمله حماس واکنشی است که ممکنه خودش هم به رسمیت نشناسه کارش رو از دو جهت تبرئه کردید واکنش نیست از دید من کنشه این هم که میگید ممکنه به رسمیت نشناسه مگه مگه شما اصلا این اهانت به اونا یعنی این دفاع از اونا نیستش که یعنی نمیفهمن نمیدونن که اسرائیل با اون سابقه ای که داره چه جوری انتقام میگیره نمیدونن که آمریکا چه موضعی داره. داره نه نه اجازه بدین گام به گام بریم جلو من وقت برمیگردم فرمودید اسرائیل همه راه ها رو بست شما خطا گفتید حکومت خودگردان فرسی محمود عباس اونجاست که حماس باش درگیر بوده و غزه رو گرفته اشغال کرده سال 1948 سازمان ملل تقسیم کرده 1947 48 هم اومدن جنگ کردن و باختن جنگ رو اسرائیل اومده جلوتر 1967 جنگ شش روزه شده دوباره باختن عرب غزه از دست مصر خارج شده کرانه باختری هم از دست اردن به رسم نمیشناسه چی همه راه ها رو بسته نی چی حکومت داده بهشون من یکی یکی میگم عطف واقعیت های دکتر پس اون پدیده روشن این که شما فرمونی اولا روشن رو ما اونجوری که شما میگن نیست میفهمند توده ها میفهمند محل بحث اینجاست که روشنگرایی هستن به تناسب درکشون به تناسب اون ذخیره که در باتری وجودشون هست حالا چرا کم است این حکومت مقصر است تئوری جامعه شناختی شعار نیست آقای دکتر اگر ما پامون ببنید. روی زمین جامعه شناسی نذاریم بحثمون انتزاعی میشه آقای دکتر شما جوری از واقعیت مورد امزم... سوم به جهان جور... اشاره فرمودید آقای دکتر شما جوری از واقعیت انزمامی. صحبت میکنه واقعیت انزمامی. باید حس بشه کاملا باید حزم بشه آی گاهی وقتا وقتا افراد از انضمامیت صحبت میکنن اما عین انتظایته این انتظ... شما کجاش انتظا... انتظایی این, این شما فرمودی این جنگ غزه نشان داد در تمدن ما چه خوشونتی نهفته یعنی چی آی دکتر یعنی اگه جنگ غزه نبود ما نمیدونستیم که قدرت و ثروت نمونهش هم داخل کشور خودمون این همه طبعات خشونتبار چه ایدولوژی داشته باشه چه ایدولوژی زمینی چه ایدولوژی اصلا ماهیت این دنیاست این ذات بشر ذات شروریه شما میخوای به خدا ایراد بگیرید یعنی شما با قزه متوجه شدین که جنگ جهانی اول و دوم و اون فجایه در طول قرون وسطا این قزه شما جنگ قزه نشان داد در تمدن ما چه خشونتی نهفته بعد این آخرین مراحل متافیزیک غرب این شرقش اینجا غرب شرق این دو آسیا اصلا, سازی اصلاً, اصلاً جنبه واقعی نیست حالا با... من بند به با... بعد حتی لازم بود با... برمیگردم به فرمایش دکتر ببینید محل بحث اصلا روشن نیست ما الان راجع به چی میخوایم بحث کنیم بس نه روشن ما... های دکتر و تعجب از بس بحث سر حماس است یعنی ما اومدیم اینجا جنگ اسرائیل حماس رو مورد بررسی روشن فکر اگه شما انتقادی به عرایز بنده دارید روشن رو بفرمایید بس 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 ما الان تبیین مسئله جنگ قصد و اسرائیل بود یعنی قرار بود اینجا این رو بحث میکنه. محل برخورد بحث جنگ فکری بحث بر سر این است این این که اینجا محل بحث بر است که بحث است که دوستانی میان و در واقع جریان روشن فکری رو به تبع فوکو نقد قدرت تلقی میکنن حالا سوال من اینه سوال من اینه که وقتی شما جریان روشن فکری رو فلان دوست جامعه شناسی که در نقد من از فوکو شروع میکنه من میگه کار روشن نقد در واقع به همه زدن رابطه دانش قدرته و باید قدرت نقد بخوره حالا سوال من اینه که در این جهان فقط یک قانون قدرت وجود داره یا قدرت های زیادی وجود داره آیا قدرت های محلی یعنی قدرت سیاسی در ایران یگان قدرتی است که باید نقد بخوره یا خود این نظام قدرتی که در داخل کشور ما هست نسبت با یک مناسبات بزرگتری داره یک نظام جهانی ما باید اون نظام جهانی رو نقد کنیم حالا حقیقتا در لسان نخبگان جامعه ما کانون و قدرت جهانی چقدر محل نقده چقدر محل نقده چرا که در همین فرمایشات شما هم که در مورد حماس و فلسطین میکنید یعنی اصلا به هیچ وجه در واقع نظام سلطه جهانی رو اصلا تو مناسباتتون نمیارید و میگید من دارم از به اصطلاح شما دارد. از من بپرسید که من تحلیلمو ارائه بدم ببین میارم اینا چرا قضاوت و داوری میکنید کنید. ما اینجا دو ساعت برنامه در مورد حماس و اسرائیل داشت محل بحث اینجا علت ها رو گفتیم. ما, ببنید. اینجا. رو ما اینجا در مورد جنگ فلسطین شما مهم. فرمودید که من اصلا قدرت جهان از کجا شما به این چیزا پی میبرید شما ببینید شما نشون بدید شما نشون بدید که در طی این چهار دهه اخیر در طی این چهار دهه اخیر در میان روشنفکران ما و اپوزیسیون ما و جوانان ما چقدر در واقع توجه به نظام قدرت جهانی در محل به اصطلاح بحثاشون بوده چقدر وقتی از آلترناتیو صحبت میکنن وقتی میخوان راجع به آلترناتیو صحبت بکنن و انگشت اتهام رو به سوی حاکمیت میگیرن چقدر در این مقابله و نقد قدرت در واقع به کانون قدرت جهانی هم توجه دارن نشون بدید به من که روشن فکران ما وقتی از فضای عمومی صحبت میکنن و استقبال میکنن چقدر این فضای عمومی رو بیندلی که برساخت نظام های به صلاح تبلیغاتی بین و امپراتوری های دروغه رو مورد نقدشون دادن اینکه نمیشه هر موقع یه آدمی مثل عبدالکرمی اومد نقد زد بگید آقا ما هم نقد داریم من نقد زدم نه تو تکست نشون بدید یه تکست جامعه شناسی نشون بدید که در واقع وقتی حالا نمیخوام بگم به نفع مطلق وجود نداره جریان عمده رو دارم میگم شما یه جر... تکس جامعه شناسی نشون بدید که به این مسائل نپرداخت اکثر غریب اتفاقش یک موردی شو اکثر به اتفاق حالا بخوام اینجا اسم ببرم بخوام اینجا اس ببرم ممکنه از یک زاویه برجسته شده باشه از اون زاویه نگاه بکنه این چه فرمایشی؟ شما, شما تو فضای گفتمانی ما نشون بدید اول تو جامعه شناسی که... کشور. آقای دکتر جدل نمی کنیم تو فضای گفتمانی کشور نشون بدید کدوم جریان اجتماعی کدوم جریان جامعه شناختی فضای گفتمانی ما داریم یا گفتمانی فضای... است؟ من عرضم این بود که در این فضا روشن فکری نیست شما دارین چیزی که وجود نداره یه چیزی میخوام بهش منتسب بکنید کدوم دانشگاه کدوم استاد ببینید اینکه نشد وقتی من نقد میزنم میگید یه چیزی هست وقتی نقد من رادیکال میشه آیا دکتر که حرف دادن راهی ندارن تریبون ندارن صدا و سیبای منکوب شده ما راهی با برای اونها قائل نیست دکتر او... کجا باید حرف میزدن برن توی نشریات فرمایشی که پشت صحنه با هم ارتباط دارن تا مقاله چاپ بشه امتیاز بگیرن برای ارتقایشون کدوم بستر آیا دکتر جامعه شناسانه لطفا نگاه کنید آقای جامعه همین جوری رویش نمیکنه دکتر قرار قرار بستری در اختیار من شما قرار بدن تو شرف بزنیم قرار چنین بستری فراهم لازم نه بره. آی دکتر شرط لازم بله قرار دکتر قرار برای آی دکتر بخارایی و تا عبدالکر... زمینی نباشه با قرار اتفاق, اتفاق دکتر... نمیوفته برای آی دکتر بخارایی عزیز و عبدالکریم رد کارپت بندازن تا بیام حرف بزنیم نه رد کارپت علی یا... شرط, شرط لازم شرط دکتر لازم چی؟ من بعد توی دانشگاه اولا خوب درس بخونم یه استادی باشه فهیم باشه فردا بتونم خوبم درس بدم این دانشگاه بستره فقط فرش رو از زیر پای شما بکشن رد کارپت نیاز نیست تمام دعوام سر, همین. تمام، تمام سر همینه تمام تمام دعوام سر همینه که آقا نمیگذارن بستر فراهم نمی نمیخواهن چرا میگیم روشن ببینید آقای دکتر میخوام بگم این مواجهه بالای اتاق میفرمایید میخوام بگم این مواجهه مواجهه ساختاری نیست این مواجهه مواجهه ساختاری نیست الان آرکیتایپ ذهنیت شما اینه که یک امری به نام قدرت سیاسی وجود داره و یه عده در رأس این قدرتن و اینها نمیخواهن نمیذارن نمی بستر که نمیسازن هیچ فرشم از زیر پا میکشن من میخوام بگم خود این معلول ساختارهایی است که ناشناخته باقی مونده انگشت اتهام رو نباید صرفا به چند فرد در حاکمیت گرفت این به معنای دفاع از حاکمیت نیست این به معنای فهم مسئله ما تو من به ایدولوژی اشاره کردم بحث فرد نبود گفتمان انقلاب از پنجاه هفت تشبیه بهمن کردن فرد چی افراد اومدن و رفتن من اشاره کردم روشن فکر اندیشه معطوف به عمل داره در سه بعد اعتراض تغییر برساخت نه کسی با کسی با به شخص پلیز. اشاره کردم ب... ببینید شما دایما میگید بستر باید فراهم باشه شرط این لازم این عرض این کردم این بستر رو کی باید شرط لازم این... آها دکتر آه دقت نمی بخشیدا شرط لازم این به بشار... شرط لازم داره این شرط, شرط لازم داره کی باید فراهم بکنه من بگم یا تئوری جامعه شناختی رو بگم شب... اگر من بگم شما میپذیرید که جامعه شناسیه نه نمیگویید دکتر ما منطق رو میخوایم بسیار عالی منطق رو میخوای یه تئوریسن مثل پارسونز خب میاد به سوال شما 70 سال قبل پاسخ داده پارسونز پیشکش افلاتون توی جمهورش گفته چهار خورده نظامه خورده نظام سیاسی جایگاه ویژه ای داره به خورده نظام اقتصادی فرمان و اطلاعات میده ولی اطلاعات رو تمام ایار از خورده نظام اجتماعی میگیره خورده نظام سیاسی اینجا یه حلقه رابطه اگر این حلقه رابط خوب عمل نکنه ما با یک سوشال کلپس یا فروپاشی اجتماعی تو خورده نظام اجتماعی نظام سیاسی بدین نظام سیاسی تام نظام سیستم رو بگم خدمتتون پیش بریم دکتر دیالکتیکی پیش بریم اصلا عملیات تام دورش سپر شما همش ذهنتون یا توی دوگانه هست تام تام ما میگیم امر مطلق خداست که نمیشناسیمش هیچ بعد از اون همه چیز نسبیس تام چی های دکتر ببین خیلی نه ببین آقای دکتر من اول میخوام میترسم کلامم یکم خشونت گفتاری پیدا کنه میخوام مسئله روشن شه که راجبه چی داریم ببینید نگاه کنید من میخوام بگم قدرت سیاسی در واقع معلول ساختارهای بنیادی تری باز شما علت و معلول شما میگید آقا دکتر دوگانه ها رو از ذهنتون بیرون کنید رابطه دیالکتیک رفت و برگشتی مثل و بر... سانتر... و... مثل یک سانتریفیوژ مثل این قبول. ماشین لباسشویی قبول 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 متقابل نگاه, نگاه کنیم دیگه متقابل نگاه بکنیم چه عواملی سبب ظهور یک خرد نظام سیاسی میشه که با انصدادها و بحرانها روبروست به روست آزنده باد سوال قشنگیه سوال قشنگیه خب. این خب حالا چقدر روشنفکران روشن, روشن ما به این ساختارا را توجه کردن در این سال... کار من اصلا شما میگید روشن فکر سالبه به قول خودمون به انتفاع موضوعه بذاریم کنار بفرمایید بس ما چقدر که من پاسخ دادم دوستان به اندازه توانایی محدودی که تو این جامعه کسب کردن تکلیف مالای و تاق یعنی ما رو دوشه آدم نمیتونیم باری قبول. بگذاریم که توان تحمل نمیتونیم انگشت اتهام بگیریم به سمت اون سارقی که بر اثر فقر میره دزدی میکنه اون عملش واکنشی دکتر من میخوشم دنبال شما بیام کمکم کنید فرمودی سوال قشنگی بود ببینید گفتی روشن فکر نداریم توافق داریم ما شما اول نداریم جواب داریم. داریم. نه حالا داریم. تریبون صدا و سیما هم ندارن محجورن یه چند رو میشناسیم به این من چرا باید اینو تکرار کنم حالا با این نداریم حالا با این روشنگرانی که شما به اندازه چرا قوهشون دارن راهی رو بله. روشن کنن ما از انصدادهای جامعه کرونی میتونیم خارج شیم میتونیم خارج من معتقدم نه نمیتونیم باز میتونیم نمیتونیم چرا آی دکتور قصر دوگان آقای دکتر شما اصری دوگانه هایید آقای دکتر من میگم اگر 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 پس میتوانیم چرا شما اینقدر آقای دکتور، انسان رو و تاتون رو زمین بذاری بش... بله. اگر دفیقان. اگر اگر تو کی بستگی دیگه به اون پتانسیل داره, بستگی, داره. بستگی به خاص داره بستگی به پولش داره بستگی به شرایط داخلی شرایط جهانی شرایط محیطی پس یعنی در رو... شما اینه که نمیدونید من که مگه من پیامبرم که بگم مثلا در دو سال و سه روز دیگه من این اتفاق نه بکنم من رأی امینه پیش من رو میخوام بدونید من عرض میکنم خدمتتون پیش بینی منه ای که این مجموعه این نظام ف... من فانش... فانکشنالیستم من کار کرد اگر این نظام سیاسی با همین مستبدتر می بود از طالبان هم بدتر می بود اگر فانکشن و کارکرد میداشت داشت من مخلص چاکرشم بودم نه متعرض ایدئولوژیش می نه هیچ من کار کرد گره. نگاه میکنم جامعه اما کارکردهای کار, دوگانه... 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 انگاره... کار کرد فرهنگی اجتماعی سیاسی ایدولوژی که بحث نمی کردیم سوال کار کرد زیر زدن زر زر بیم بیم دارد ندارد دارد ندارد یعنی با این دوگانه باید حاکمیت لازم با این لازم با کلمه دکتر. لازم دوگانه هست میشه حاکمیت جمهوری اسلامی حاکمیت جمهوری اسلامی کارکرد دارد یا ندارد کارکرد دارد کارکرد لازم را ندارد کارکرد لازم را دارد کارکرد لازم را ندارد این دوگانه نیست کارکرد لازم خوش نسبی است آقای دکتر لازم نسبی است آقای دکتر وقتی همه چی رو اینطوری نسبی کارکرد لازم را ندارد مثل اینکه کارکرد لازم را دارد اصلا دو روی سکه این سوال بدون جواب میمونه آقای بخاری اجازه بدید شما این صورت بندی میخواین کنین از مواسی که مطرح شد والا من فکر میکنم که یه مقداری آقای دکتر میفرماید باید در واقع من هنوزم سر این حرف هستم که ما ببخشید دست حرفتون ما بحث میخواستیم سر این بیاریم نقدی که به حرف شما خیلی بود در رسانه ها این بود که شما گفته بودید روشن فکران ایرانی خب خیلی نقد کرده بودن که روشن فکران مساق نداشت اصلا معلوم نشد که شما در حرفتون گفتید منظور من فرد خاصی مثلا مثل ایکس و ایگرک نیست یک تیفی شپ روش بله. روشنفکر. حالا بخار... فرمایین که تکلیف مال اتاق میکنی اصلا اینا روشنفکر فکر نیستن بله خب اگر ما به این اجماع برسیم که ما در جریان ایران کشورمون جریان روشن نداریم سرشت بحث ما باید بله. تغییر بکنه دیگه دیگه بقیه بحث در واقع بی‌معنا میشه من هم به یک معنا من هم به یک معنا معتقدم که در واقع جریان روشنفکری اون چیزی که من از روشن فکر میفهمم در واقع در جامعه هم وجود نداره من فکر میکنم من فکر میکنم مسئله رو اینگونه صورت بندی کنیم اینگونه صورت بندی کنیم آیا با وضع نخبگانی کنونی جامعه ما ما افق روشنی در پیش رو داریم پاسخ و من منفی پاسخ و من منفیه و حرف اینه که جامعه نخبگانی ما حالا اسمش روشن فکر بذاریم شپ روشن فکر بذاریم یا روشنگر بذاریم تعلیق میکنیم نام رو واقعیت نخبگانی جامعه مورد اون نخبگانم یعنی کسانی هستن که یه سر گردن از مردم عادی بالاترن کتاب میخونن مطلب مینویسن تو فضای مجازی حضور دارن حرف من اینه که اینها خود بخشی از بحرانن اینها خود بخشی از بحرانن آیا من این حرف رو میزنم که توجیگر حاکمیت سیاسی باشم به هیچ وجه حرفم اینه که قدرت سیاسی در حکم پا و دسته اما در واقع نخبگان فکری جامعه که استلاحا اصطلاحا بهشون روشن فکر گفته میشه اینها در حکم مغز جامعه هستن و اگر این جامعه دست و پاش درست کار نمیکنه به این دلیل که مغزش درست کار نمیکنه و ما باید با نقد رادیکال و بنیادینی که از جریان روشنفکری داریم در واقع کمک بکنیم در واقع یک مقدار خرد قومی ما اقلانیت در جامعه ما سامان پیدا کنه اگر این اقلانیت سامان پیدا بکنه شاید بتوانیم یعنی باید راه دیگه ای نداریم در واقع این دست و پای لخت و مانو و مزاحم رو در واقع به نحوی به سامان بکنیم و کاری بکنیم که کار کرده دولت چقدر به اون نخبگان توجه کرده که حالا مفاد... دقیقا مسئله اینجاست دقیقا مسئله اینجاست که این خود بخشی از صورت مسئله است ولی شما تقصیر دارید اجازه بدید این بخشی از صورت مسئله است این بخشی از صورت مسئله است این رو من بارها گفتم این رو من بارها گفتم مسئله ما ای نیست که دولت به حرف ما گوش نمیدهد حکومت به حرف ما گوش نمیدهد مسئله نخبگان جامعه این است در جوامع جهان سومی و خاورمیانه ای که مثل ایران که لوایتان قدرت سیاسی همه جا حضور داره و سنگینی میکنه و در جامعه ای که فرماسیون اجتماعی که در تاریخ غرب شکل گرفته اینجا شکل نگرفته در جامعه مثل جامعه ایران که جامعه مدنی به اون معنایی که در غرب شکل گرفته در اینجا شکل نگرفته در جامعه ای که نظام بازار آنچنان که در غرب زور یافته در اینجا شکل نگرفته در یک کلمه در جامعه ای که ما جامعه مدنی به معنای هگلی و مارکسیشون نداریم چگونه باید لوایتان قدرت سیاسی رو کنترل کرد مسئله ما این نیست که باید قدرت سیاسی به ما بستر بدهد کمک بکند زمین فراهم کند تا ما کاری کنیم ما باید کاری بکنیم تا قدرت سیاسی این آمادگی رو پیدا کنه که در واقع این بستر فراهم بشه این صرفا در مقوله ایدولوژی نیست این صرفا در مقوله اخلاق نیست این صرفا در مقوله اپیستمولوژی نیست ما نیازمند فهم ساختارهایی هستیم که از دلش یک چنین لوایتانی ظهور پیدا میکنه تا اون ساختارها و واقع بودگی اجتماعی تاریخی فهم نشه ما همواره لوایتانها رو خواهیم داشت یک بار انقلاب کردیم فکر کردیم دولت شپ مدرن رو میتونیم کنترل کنیم و نتونستیم نتونستیم کنترل کنیم الان هم دوباره این تئوری مطرح میشه که باید نظام سیاسی تغییر کنه برای اینکه بتوانیم لوایتان قدرت سیاسی و لوایتان شپ مدرن رو در واقع کنترل بکنیم حرف من اینه دولت شپ مدرن در جوامع مثل ما ذاتا ضد توسعه است فرق نمیکنه نظام سلطنتی باشه یا نظام جمهوری اسلامی باشه منتها روشنفکر ما با سو so کالت به اصطلاح روشنفکران ما به جای اینکه ذهنش درگیر فهم سرشت و ذات دولت شبه مدرن میشه انگشت اشاره رو به جمهوری اسلامی میکنه و فکر میکنه با جابجایی جمهوری اسلامی ما از شر دولت شبه مدرن رها میشیم من میخوام بگم رها نمیشیم و این آدرس عوضی نشون دادنه ما باید سرشت دولت شبه مدرن رو مورد فهم قرار بدیم و این چیزی نیست که با جابجایی سیاسی بشه از شر دولت شبه مدرن رها شد آقای بخاره اگه محل نظر و همین بحثی که آقای عبدالکریمی خواهش کنم بر اساس تمایزی که من بین روشنفکر و روشنگر قائل شدم و طیفی دیدم روشنگری رو و همه کسانی که دست در کار نور تابوندن به جامعه هستند در هر سطحی که مثال زدم سینماگر موزیسین استاد دانشگاه نویسن در اون حد توان خودشون در اون حدی که جامعه با تعریفی که ما از جامعه داریم جامعه اینها رو شارژ کرده در اون حد اینها روشنگرن و در اون حدی که خلع درشون اون مقداری که درشون خلع وجود داره و کاستی وجود داره من اونها رو مظلوم میبینم نه ظالم یعنی مورد ظلم واقعی شدن ظلم چی؟ ظلم این که در قرن 21 در دنیایی که شما پا میگذاری میبینی در خیلی کشورها زندگی نسبتا آرامی هست آدم ها نسبتا فرصت ها استفاده میکنند خیلی جنگ و نزاع و درگیری آنچنان وسیع و گسترده و عمیق نیست که ستیز همه زندگی رو فرا بگیره در این شرایط اجتماعی این چنینیمون اینها معروم موندن محروم مونده و مظلومند بنابراین من انگشت اتهام و برعکس های دکتر عبدالکریمی به سمت اونها نمیگیرم چون اینا معلول هستن تا حدودی خروجی آتبود هستن بر اساس نگاه جامعه شناختی خرد نظام ها با محوریت خرد نظام سیاسی آی دکتر اشاره فرمودند خرد نظام سیاسی دست و پاس این گونه نیست ما دوگانه دست و پا و مغز نداریم این دوگانه ها رو ما باید از ذهنمون پاک بکنیم در یک جا دست و پاست در یک جا مغز است بر اساس تئوری جامعه شناختی خرد نظام سیاسی برای خرد نظام اقتصادی مغز است خرد نظام اقتصادی پیرو است حرف گوش میده فرمان بره اما برای خرد نظام اجتماعی خرد نظام سیاسی چیه در مقابل اون تحت اون قرار داره به جهت اطلاعات اینفورمیشن ولی همین خورد نظام سیاسی وقتی میخواد انرژی پمپاش کنه به خورد نظام اجتماعی این میشه مبدع جلت سراغاز دیگه حاشیه نیست ببینید چجور این سیالیت رو شما تو چهارت خورد نظام میبینی و این تا خورد نظام اگه به دبستان منطقی با هم نداشته جامعه مثل جامعه ما میشه خروجیشم این مظلومان میشن روشنگران میشن دیگه انگوشه تا به سمتشون نمیتونیم بگیریم خیلی دنبال روشن فکرم نکردیم از دانشگاه و انجمن ابتر و اونجور درس خوندن و تو این فاز این صدا و سیمای منکوب شده شما انتظار داری که مثلا از دل کبیر یک گیاه زیبای با تراوت معتر مثلا بروید تکلیف مالایوت هاق است و این که فرمودن که نظام سیاسی زمانی میشه صحبت از تغییرش کرد که توده ها آگاه شده باشن ساختارهای که ایشان میفرمایند ساختارهای تاریخی ساختارهای معرفتی است اندیشگی است اینها رو همه رو ما متوجه هستیم باز علت و معلول تقدم و تاخر قائل میشن تقدم و تاخر تقد... زمان تیوان تی, تی یک اول مردم آگاه بشوند زمان تی دو حالا دولت عوض بشه اینها دور رکس بنی شده رفت و برگشت دیالکتیکی دائمی بین توده و نظام سیاسی وجود داره اگر توده اینقدر پتانسیل داره اینقدر پتانسیلش رو باید نظام سیاسی به جواب بده پتانسیلش رو دو برابر بکنه پتانسیلی که دو برابر شد دوباره نظام سیاسی این تئوری های جامعه شناختی حالا که نظام سیاسی قولشون جواب نمیده نه من دارم صحبت ایشون رو نقد میکنم که میفرمد اول این بعد اون اون اول اصلا پدید نمیاد در این فضا در این کانتکست اون اولی پدید نمیاد در جا میزنه دارم همین من بارها گفتم ما با دوچار فروپاشی اجتماعی شدی فروپاشی سیاسی که نشدی فرهنگی هم نصف نیمه هست. یک شرایط آنومیک و بیهنجاران است به لحاظ اقتصادی هم یک بامدو و دیگه یه لیبرالیسم مفلوج معیوبی که معلوم نیست خلاصی چی هستش ولی به لحاظ اجتماعی فرو پاشیده است دیگه تو این شرایط واقعا ما انتظار داری که حالا بشینیم تا تو تودا آگاه بشن ساختار معرفتیشون تو خلع شکل بگیره این با, با این با طور جامع شناختی با نگاه انزمامی به واقعیت همخوانی نداره بیشتر جنبه ایدئال و به صلاح یک نوع حالا اگر شود چه شودی جنبه خیلی فلسفی به صلاح به دور از واقعیت داره و اگر موردی است که لازمه بگم بفرمایید ببینید آقای دکتر هی از روابط متقابل از تیفی بودن واقعیت از رابطه تعاملی و متقابل میان علت معلوم صحبت میکنن اینا حرفای درست نیست اینا حرفای درست نیست منتها ما در مقام کسانی که میخوایم پرابلماتایز بکنیم میخوایم صورت بندی بکنیم هر پزشکی میدونه هر آدم عاقلی میدونه قلب و مغز و ذهن رو شش و جگر و همه اینا با هم کار میکنه نمیشه که مثلا ما بیایم به شش دست بزنیم بقیه قسمت ها رو کار نداشته باشیم منتها در یک شرایط تاریخی در یک شرایط تاریخی ما باید به نفعی صورت بندی کنیم بیماری رو آوردن توی اورژانس این صدها مشکل داره مالتی فیلرز داره هزاران حالا هزاران که میگم دهها مشکل داره یه بیمار تصادفی که کل ساختار مثلا ساختار جسمیش معیوب شده بالاخره ما باید یک اولویت بندی بکنیم اول تنفسشه دوم قلبش، آرام آرام این که بگیم آقا نه همه اینو با هم ارتباط داره یک دو سهش نکن دست نزن نمیشه که شما در مقام عمل در مقام اول در مقام ذهن هم, اینجوری شما اول یک صورت بندی ذهنی باید بکنید یک صورت بندی ذهنی بکنید و بعد شروع کنید یکی یکی بر اساس اون ترتیب ذهنیتون عمل کنید اولا اینکه روشن فکرا ظالم نیستن مظلومن یعنی اینجا مفاهیم مفاهیم اخلاقی است این که روشنفکر ظالمه مظلومه ما اینجا بحث اخلاقی نمی کنیم ما اینجا داریم یک موقعیت تاریخی رو میخوایم درک بکنیم یک موقعیت تاریخی رو میخوایم درک بکنیم این موقعیت تاریخی وارد از از این است که در واقع پدیدار دولت ملت مدرن در تاریخ ما شکل نگرفته و البته با انقلاب ایران تا حدودی شکل گرفته گام های اولیه برداشته شده ولی با پدیده دولت ملت مدرن خیلی فاصله داره این رو گفته باشم روشنفکر ما در این دو قرن در هاشیه تا در, در شکاف تعارض دولت ملت همیشه حرکت کرده یعنی روشنفکر ما از این نون میخوره که دائما نقد حاکمیت بکنه و شکاف جامعه و حاکمیت رو بیشتر بکنه بعد میگن که روشنفکر اروپایی نونش هست، آبش هست، دانشگاهش هست، تقسیم کارش هست، امنیتش هست اینجا من عبدالکرمی فردا میرم سر دانشگاه میگن آقا این حکمت بیا برو بیرون دو سن شست پنج سالگی، شست سالگی من رو به اسطلاح بازنشستم میکنن سی سال عمرم هم گرفتن جوانی و توی یک چنین شرایطی نمیشه از روشنفک انتظار داشت خب حرف اینه که اگر ما اروپا بودیم که دیگه لازم نبود من آقای دکتر بخارایی بیام اینجا با هم بحث بکنیم اگر همه چی اوکی بود اگر ما امنیت شغلی داشتیم اگر ما صحبت بر سر اینه در همین جامعه ای که ما این صدها مشکلات رو داریم این مثال رو من بارها زدم این مثال رو من بارها زدم که بچه ای به پدرش گفت که بابا به من سرمایه بده برم در بازار کار کنم باباش گفت تو این کار نیستی گفت من این کار گفت نیست گفت تو یه بار امتحان کن رب بازار همون دو سه روز اول پولش خوردم سرش کلا بودشم اومد بابای گفت دیدی گفتم کاری گفت نه کار من بود اما نامرد پولم خوردن پول خوری و کلا بخشیت بخشی از بازی بازاره شما نمیتونه فوتبال بازی کنی بگی من میخوام برم گل بزنم نامرد بکه نذاش اگه بک نبود من فوروارد عالی بودم گلزن بودم آقای بخارای عزیز مسئله این نیست که ما اینجا بستر نداریم حاکمیت نیست صدا و سیما در اختیار بنده و شما نیست که حالا فکر میکنم صدا ما در اختیار ما بود هیچ اتفاق مهمی نمیافتد حرف بر سر این در جامعه ای که در جامعه ای که چنین ویژگی هایی داره یعنی لوایتان شپ مدرن همه جا رو تحت سیطره خودش قرار داده حقوق فردی رایت را نمیشه جامعه مدنی وجود نداره در این جامعه وظیفه من و شما چیه وظیفه من و شما این است که هی انگشت اتهام به سوی حاکمیت بگیریم من با نقد حاکمیت کاری ندارم مخالفم نیستم خودم هم نقادم حرفم اینه با صرف نقد حکومت انصداد این جامعه گشوده نمیشه ما باید تعادل نیروها رو تغییر به هم بزنیم و هی با انگشت اتهام به سوی در واقع حاکمیت این تعادل نیروها به هم نمیخوره به بیان دیگه کار روشنفکر ما یکسره شده تحریک جامعه و روشنفکر جامعه ما به تحرک اجتماعی فکر نمیکنه به این فکر نمیکنه که چگونه باید جامعه قدرتمند بشه به لحاظ زیرساختها نه به لحاظ ایدولوژیک و دائما داره در واقع با انگشت اشاره به حاکمیت گرفتن یک نوع آدامس به جهان دهان جامعه میندازه یک نوع به اصطلاح تقضیه دروغین میکنه و جامعه احساس میکنه داره کاری میکنه و سرمایه های مادی و معنوی خودش رو از دست میده آقای دکتر میگه من انگشت اتهام رو به سوی انگشت تام رو به سوی روشن فکران نمیگیرم روشن مظلومن ببینید من انگشت تام رو به سوی روشن میگیرم نه به سوی حاکمیت من انگشت تام رو به سوی روشن میگیرم چرا این نشانگر احترام منه اگر من اینجا آمدم با آقای دکتر بخارایی بحث میکنم برای اینکه برای آقای دکتر بخارایی شنی قائلم من با یه بقال سر کوچه که نمی آمدم اینجا بحث بکنم من وقتی دارم روشن فکر رو نقد میزنم معنای زمینش اینه تو نخبه این جامعه هستی و رسالت رهبری فکری و اجتماعی جامعه رو بخشش بر عهده توه و حالا میخوام با تو در بیفتم میخوام تو رو نقد رادیکال بزنم این به این معنا نیست که من میخوام بگیرم بزنمشون له کنم آدم فروشی کنم نمیدونم گزارش بدیم بگیرن و اگر اینا زندان بردن تایید میکنیم اگر نونشون رو اصلا این حرفا چیه حرف این است حرف این است که ما نخبگان جامعه اگر نتوانیم منطق فهم و تحلیلمون از مسائل تغییر بدیم توده ها در زیر بار این فشار در واقع بیش از این له خواهند شد و علاوه بر اینکه ما در نظام جهانی خطرات و آفات بسیار بسیار زیادی وجود داره که در واقع سرزمین ما رو تهدید میکنه در یک چنین کانتکسی در یک چنین جهان خابسی که از ترکیه گرفته تا عربستان از روسیه گرفته تا چین تا آمریکا تا اروپا همه به خاطر مسائل ژئوپلیتیک خاص ما و مسائل نفت به نحوی میخوان ما رو تضعیف بکنن ما باید یک نگاه جامعتری تری با تمامیت بیشتری نسبت به مسائل هم داشته باشیم اما روشن فکران ما دائما مسئلهشون دائما انگشت اتهام به حاکمیت گرفتنه حاکمیت البته عقب افتادگی های زیادی داره حاکمیت البته بحران های زیادی داره اما در کنار اون یک فانکشن رو داره ایفا میکنه و اون امنیت با نقد ها کاری ندارم ولی نباید این نقد ها به گونه ای باشد که در نظام جهانی در واقع ما امنیت ملیمون به خطر بیفته همه اینها رو آقای دکتر من رو متهم میکنم به سنوی اندیشی و دو قطبی سازی و من فکر میکنم یک اتهامه فکر میکنم یک اتهامه و از قضا من میخوام بگم از قضا میخوام بگم که در چشم اکثر روشنفکران ما در واقع یک توهم یک اسطوره دولت همه توان وجود داره و همه چیز رو دولت و حکومت میخواد از نظر من حکومت خود یک معلول فکستانی شرایط بنیادی نیست که نمیتونه کاری بکنه نه اینکه نمیخواد بکنه البته محدودیت های ایدولوژی که داره نمیخوام همه اونها رو به صلاح نادیده بگیرم ولی هسته اصلی بحث هسته اصلی بحث اینه که حاکمیت توسعه نایافته محصول یک جامعه توسعه نیافته است و صرف جا به جایی های سیاسی این کشور رو از بحران نجات نمیده به همین دلیل معتقدم انقلاب سیاسی سمه اما انقلاب ساختاری یک ضرورته و روشن فکر ما به جایی که نگاه ساختاری داشته باشه به جایی که وقتی میگیم ساختار منظورم جمهوری اسلامی نیست چون اصلا ساختار نیست اون اون خود معلول ساختارهای بنیادی تریست من نواد این حرف رو به آقای بخارایی بزنم که مارکس خونده من فلسفه خونده باید به جامعه شناسان خودمون مارکس رو یادآوری بکنم اون ساختارهای بنیادین رو ما باید مورد تحمل قرار بدیم و متاسفانه من در لکچر روشنفکران و جامعه شناسان اصلا چنین بحثایی رو نمیبینم چنین بحثایی رو نمیبینم به همین دلیل معتقدم که جریان روشنفکری ما بذارید جامعه روشنفکری ما بذارید یه مقدار آزرده بشه من فکر میکنم ضرورت تاریخی ما این رو لازم داره اگر فوکو میگه کار روشنفکر نقد قدرته جامعه روشنفکری ما هم در حد خودش قدرت داره قدرت داره البته قدرتش خیلی تضعیف شده درست همونجور که قدرت روحانیون و مرجعیت های دینی تضعیف شده ولی به حال آیات اعظام میتونن فتوا بدن می کماکان در همین جامعه روشنفکران ما هم به حال یک کانون قدرت هستن قدرت که فقط قدرت سیاسی نیست من به عنوان یک مرد در خانه قدرت دارم به عنوان یک استاد در کلاس قدرت دارم اگر قرار است که وظیفه روشنفکری نقد قدرت باشه اجازه بدید من هم به عنوان کسی که تعلق خاطری در واقع به سرنوشت جامعه داره و تعلق خاطری به سرنوشت جریان روشنفکری داره جریان روشنفکری رو به عنوان کانون قدرت به پرسش جدی بگیرم به پرسش جدی بگیرم که به دلیل اینکه جامعه شپ روشنفکری ما مسائل ساختاری رو فردی میفهمه مسائل هولستیک رو نگاه جز نگرانه داره و مسائل تاریخی رو غیر تاریخی میفهمه و جوری وانمود میکنه مثل توده ها که مسائل چل سال اخیر ما حاصل چل سال اخیر ماست بیخبر از اینکه مسائل چل سال اخیر ما حاصل تاریخ چند صد ساله ماست و همچنین به دلیل اینکه حتی جامعه شناسانی مثل آقای بخارای عزیز که از تفکر انزمامی صحبت میکنن به شدت انتظایی فکر میکنن وقتی راجع مسائل ایران صحبت میکنن ایران رو از حلقه نظام جهانی جدا میکنند و متوجه نیستن که وضعیت کونی ما نسبتی با نظام جهانی داره نسبتی با نظام جهانی داره من در تحلیل روشن فکرامون خیلی کم دیدم که وقتی در مورد مسائل ایران صحبت میکنن رابطه بین مسائل ایران و در واقع تقسیم کاری که در مورد کشورهای مثل ما شده و ما رو در حلقه نظام های مرکانتلیستی فقط به مثل خام فروشی و نیروی انسانی فروشی این تقسیم کار رو قرار دادن این مناسبات رو نمی بینن این مناسبات رو نمی بینن و تمام مسائلشون این شده که یه مش آخوند دزد فریبکار اینا حکومت میکنن حالا اگر ما اینها رو نقد بزنیم و دستشون راحت شیم در واقع مسائل محله به نظر من یک فریب بزرگ یک روست. آدرس اشتباه دادن و مسائل رو این گونه نباید فهمید آنچنان که مارکس اینطوری حرف نمیزد آنچنان که وبر اینطوری حرف نمیزد آنچنان که زیمل اینطوری حرف این روشنفکری فکری به نظر من این روشنفکری خب، که طاقت روشنفکر شب روشن فکر شب امکان این فهم تازه ارائه فهم تازه رو داره. به نظر من بعد از انقلاب ایران بعد از انقلاب ایران ما یک تجربه بزرگ تاریخی شکست خورده در تحقق برخی از مطالبات اون داشتیم این باید ما رو به فکر وادار کنه اما ما به انحطاط رفتیم ما به انحطاط رفتیم و در واقع به نظر من به نظر من در واقع جریان روشنفکری ما به اوج ابتزال و انحطاطش رسیده و به جامعه کمک نمیکنه به همین دلیل معتقدم جامعه روشنفکری ما بخشید بحران یعنی تا زمانی که جامعه نخبگان ما جامعه نخبگان ما نتواند به یک اجماع ملی در پرابلماتایز کردن مسائل حقیقی ایران برسه راه نجاتی برای ملت ما وجود نداره خیلی ممنون ازتون حالا آقای بخاری در خدمت شما هستیم خاشم. فقط در قسمت آخر چون با شما شروع کردیم با آقای بخاری تمام می‌کنی حالت یه دا دیگه داریم در مورد های این فهم تازه‌ای که در نظر داشتید اگه یک صحبتی کنید ممنون می‌شم بذارید بعد از فرمایش خدمت عرض کنم یه تفاوتی هست بین کل و کلی که آقای دکتر استاد رو بهتر از من می‌دونن تو وقت کلی صحبت می‌کنیم می‌تونه درست باشه کلیات و ذهن با ذهن درگیره کلیات صحبت آقای دکتر کلیاتش قابل تعمله نه ایشون اولین نفری هستن این رو میفرمایند و نه آخرین نفر خواهند بود منطقه زمانی که این کلی میخواد تبدیل به کل بشه اجزایش میخواد حالا ترسیم و توصیف بشه پیوان برقرار بشه بین کلی و کل اونجا مشخص میشه که این ذهن چقدر انتظایی است من میدم سراغ مستاق چون که ما یاد گرفتیم توی جامعه شناسی پامون رو بگذاریم روی زمین و از کلیات در حدی که برای استنتاجمون خوبه استفاده کنیم دیگه خیلی غرق نشین در کلیات و لازم هست شرط لازمه به واژه ظالم و مظلوم اشاره کرد خب وقتی من از موضع موزه... کسی که جامعه شناسی خونده صحبت میکنم یعنی ظالم و مظلوم و دیگه از موضع دیندار تعریف نمیکنم دیگه انتظار میره توی محیط برحال گفتگوی علمی ظالم و مظلوم رو تو اون کانتکس خودمون تعریف بکنن گفتن که واجه دینیست و است و انفرمان نیست ایشون چیزی که استفاده کردن در اون گفتگویی که داشتند حالا اگه معطوف باشیم به صحبت ایشون الانشون آقای بخارایی این که گفتن که روشن روشنفکر حالا شپ روشنفکر بله من اینو بگم چشم ایشون اشاره کردن که حمایت بخش وسیع بخش وسیع از کجا آمار گرفته شد این چقدر اینجا آدم میتونن حرف بزنن و بنویسن کجا این وسیع از کجا آمد بخش وسیع روشن فکر از اصلاحی حمایت کردن و این ننگین است ننگین یه کلی ساده شده ننگین که خب من که توضیح سیاسی باز ما بشنویم ننگین یعنی چی ظالم و مظلوم که من میگم ظالم و مظلوم اینه که افراد مجبور میشن به واکنش ریاکشن به جای کنش و اکشن عکس عملی رفتار میکنن روزمره میشن توزیع ناعادلانه ثروته درس میخونن شغل مناسب ندارن شغل دارن درآمد کافی ندارن جامعه توزیع نابرابر فرصت نزول ظلم توزیع جامعه شناختی دارم عرض میکنم این اساس میگم اون روشنگر نه روشن فکر روشنگرهای ما که تیف هم هستن نهایت تلاششون رو دارن میکنن اون رسانه چی داره همه وجودش همه امنیتش به خطر میندازه دچار استرس های شدید میشه زندان میره اون وبلاگ نویس اعدام میشه توانش رو در این حد دمشون گر تکلیف مالای اتاقم نمی کنیم انگوش اتحام هم نمی گیریم منطقه قسمت پر لیوانه تا قسمت خالی لیوان معنیشی نیست که بگیم به عالی نمره 20 من که دنگم روشنگری تیفیست من امیدم اینه که ببین اجازه بدید همین چسا یه آسیب شناسی بکنیم الان ما دو فرد دانشگاهی هستیم الان مخاطبه ما متوجه شد من چی میگم آی دکتر چی میفرمایند ولی من الان سه بار مفاهیم رو گفتم آی دکتر دوباره نتیجه گیری کردن که تو ذهنشون بود خیلی عجیبه بی دلیل نبود من از تفاوت روش افکار رو روشنگر شروع کردم بی دلیل نیست که هم تیفی بی دلیل نیست چرا قوه رو مثال میزنم باز محکوم میشن به اینکه بگیم یعنی بگیم آها آیه روشن فکر دم شما گرم هیچ مشکلی هم تو نداری همه مشکلاتم هم من یعنی اینجوری میگم آیا دکتر اینجوری تصور میکنه اینجوری جمع همه مشکلات ماها هم ما یه مشنا که همه انگشت اتهامون هم میگیریم به سمت اخوندا نظام سیاسی هم بهش ریداکشنیسم دیگه تقلیل میدم به چند تا اخون بی مقالته در مقالته در صفحه معلا سه بار دارم اینا رو تیفی بودن میگم وقتی یه آدمی تو چرا قوه وجودش انقدر ذخیره کرده انقدر خالی داره این نکته مثبتشه اون منفیشه اونجا نقصانشه نقصانش هم برس تئوری جامع شناختی همینجوری خودجوش نیست این نیست شب به خوابی باشه وح بشه صبح بلنشین بریم یه ساختار معرفتی جامعه پیدا کرده گل بلگل شده حالا بریم دولت خوب اول ما خوبشیم اول دوم تقدم تاخر زمانی ببینید بار چهار رو من دارم اینو عرض میکنم در حال مخاطبین ما گفتم خیلی جامعه شناسی نخوندن فلسفه نخوندن ولی فیلسوفتر و جامعه شناستر هستن فرمودن که وظیفه ما من و شما چیست وظیفه ما اینه که اینجا راحت حرفمون رو بزنیم سعی کنیم دیالکتیک دیالکتیک سنتزی بیرون بیاد اگه منم مثل شما راه داشتم توی صدا و سیما اونجا حرفمو بزنم حتی اگه بدونم آخرین آخرین که دعوت هم میکنن جوری نگم که خوششون بیاد یک صدا و سیمایی که یه عنصر ضد تحول فرهنگیه هر کجا هستیم صحبتمون رو بکنیم سریع استدلالی و دیالکتیکی نه یک تعارضه فقط صرفا زبان گفتاری که سنتز از دلش بیرون بیاد ما وظیفمون این هست حالا اون اندیشه دو... معطوف اینم بگم و ارزم تمام این اون اندیشه معطوف به عمل که یکی از ویژگای روشن فکریست رو حالا من و شما که میخوایم روشن فکر باشیم فعلا روشن گریم. تلاش میکنیم روشن فکر باشیم خب ببینیم ویژگی ششم که عرض کردم اندیشه معطوف به عمل عمل یک اعتراض است اعتراض اعتراض به چیه؟ اعتراض به آب و هوا شرایط جوی که نیست اعتراض به خداوندم که نیست علم کلام که نیست ما بگیم بحث خداوند رو بیاریم اعتراض به نظام سیاسی مدیریت کلان جامعه است دیگه اعتراض بعد تغییر اعتراض شدیدتر که میشه به تغییر می انجامه بعد برساخت اوراق کردن و دوباره ساختن هستش اینا ویژه روشن وظیفه ما ایناست حالا ای ما بریم بشینیم انگشت اتهام به سمت روشفه به سمت بگیم آگاه بشی مثل پدری میمونه که بچهشو منکوب بکنه بعد آگاه بشی این که اصلا نقض قرض میشه جبه مقابل تشکیل میشه کجا دیالوگ کجا گفتمان شکل میگیره بعد اول بگیم تو خوبی انقدر انقدر هم زفت داری بعد تحرک اجتماعی و تحریک اجتماعی و اتفاقا اون چیزی که ما داریم میگیم پامونچو که روی زمینه تحرک اجتماعیه من دارم میگم جوان علمی نیست و تحرک اجتماعی ایجاب میکنه انجمن های علمی فعال بشن چون که انجمن علمی نیست دانشگاه دانشگاه نیست صدا و سیما و سیما نیست روشن فکر چجوری میخواد ایجاد بشی نمیشود ما نمره تحرک اجتماعی هستیم تحریکی لیبلینگ تهوری های دکتر لیبل میزنن تحرک که ما میگی میگن تحریک تحریک هم توده پاش وسط میاد توده پاش وسط میاد طرف خطاب که حاکمیت حاکمیت هم تقلیم میدن با ببینید من انتظار دارم که خود آی دکتر که مستاقه یک روشن فکر تلاش میکنن که باشن خب دیگه مفاهیم و چیزی که دیگه داریم میگیم اینها خب حداقل اگر ابهام داره عرضه بندی بفرمایید من در خدمت شما هستم توضیح میدم اگر دیگه من به زبانی صحبت میکنم تکرار میکنم باز شما این نتیگیری از جانب ذهن خودتون نداشته باشید لطفا یه دولت شفه لویاتان الان حاکمه و روشن های ما شبه روشن های ما تو گفتگوهاشون فقط رو دارن به نقد یا به دیالوگاشون شما گفتید یک سنتزی از دل این کدوم بیرون میاد گفتگو؟ یاد. حال همین فرض کنید گفتگو شکل اندک... گرفته گفتگوهایی که هست محصولاتی که ما یه جامعه شناسی ایران تنها انجمن جامعه شناسی ایران تنها مثل روان نیستیم که 20 تا انجامن داشته باشیم یه دفتر دو دانشکده و رومه دانشگاه تهران داره تلاش میکنه دفتر هم ازش بگیرن کدوم گفته گفتگو تعریف میگه گپ زدنه گپ میزنم با هم آره های مجازی این تو کالا کسی چیزی حالا مهم. همون شبکه های مجازی فرض کنید اصلا تقلیل تعریف داره حالا تقلیل شدیم تو... تو, همون شبکه های مجازی نداریم حالا تو همون شبکه های مجازی فقط دارن مثلا به حاکمیت گیر میدن میزنن. آره گپ زدن فقط حاکمیته و اندیشه تازه تولید نمیشه چون که بسرهای گفتگو رو مسدود کردن بستر های این تر تل... این صدا و سیمو باید یه رسانه‌ای باشه که مثلا گفته بودن که آقای خمینی که دانشگاه دیگه دانشگاه که چرس کنم زایشگاه هم نیست کجا گفت و گفتگو بستر میخواد زمینه میخواد من و شما نشیدیم جوی استودیو هستش شما داری زحمت میکشی گفتگو رو اجرا میکنید منتشر میکنید گفتگو صورت نمیگیره حالا چرا گفتگو صورت نمیگیره با پای نظام خورده نظام سیاسی این وسط نیست چقدر ما میخوایم صورت مسئله رو پاک بکنیم این غیر علمیه شما چه جنای محافظه‌کار کار جامعه شناس باشی چه جنای رادیکال جامعه شناس باشی دو کمپ هر دو صد درصد میگن غیر علمی من رو بپذیری دیگه شما مگه فلسفه میخواد ضد جامعه شناسی رفتار بکنه مگه دیده اول فیلسوف نبود پاشو میذاره تو جامعه مگه وبر اول فیلسوف نبود بعد میاد جامعه شناس میشه مگه دوکم اول فیلسوف نبود بعد جامعه شناس میشه مگه مارکس فیلسوف اول نبود بعد میاد حالا تلاش میکنه جامعه شناسی انجام بدهد اگه باشه شما از گذشتگان خودتون هم بریدین از شما میگید امکان عدم گفتگو اصلا ایجاد فهم تازه ای رو سبب نمیشه امکان عدم گفتگو یعنی چی؟ یعنی اینکه گفتگو نیست آه آره بستری برای بستری گفتگو برای وجود نداره برای, گفتگو نیست. برای, برای فهمت... تو خلال جزیره ها ما جامعه نیستیم درست. جزیره های پراکنده ای حالا دم این مردم گرم. که میره خودشون اطلاعات رو کسب میکنن چهار تا همون تلویزیون من و تو و بی بی سی و وی او ای که آی دکتر اونجا منکوب کرده بودن گفته بودن اینا چیز رسانه ای هستن یعنی این توده ما با این همه تحصیلات با این همه ارتباطات یه آدمای مفلوج منفعل نشستن جلوی مثلا این ستا تلویزیون ببین اهانت به توده من ابتدا عرض کردم پسر من که جامعه شناسی نخونده چه میگم من جامعه شناس تره خیلی هاشون. چرا ما اینجوری آدم به توده ها قضاوت میکنیم که ستا شبکه از اون طرف تظاهرات بین که میشه میگن ببینید تحوله ایشون فرمودن تو اون برنامه جمله شو براتون بخونم راهپیمایی ها نشانگر تحولات در دنیا طبقات متوسطم اشاره کردن چطور اونجا تحول رسانه ها اونجا نیستن اونا متحولن رسانه ها هست رسانه همه جا هستن دیگه همون رسانه که اونا رو میکنن اینجا هستن بیمرز رسانه یعنی شما میگه آدم ها اینجا نشستن فقط سه تا رسانه وی او ای من و تو نمیدونم بی بی سی رو میبینن ایران اینترنشنال هم که حالا یا فراموش کرده بودن بگن چرا این فکر رو ما میکنی؟ چرا یه جا رسانه خوبه یه جا فریب رسانه است؟ رسانه تعریف داره ما تو دانشگاه سیاست رسانه درس میدیم اونجا سیاست رسانه بحث خودشو داره جنبای مثبت و منفی رسانه درست. آقای عبدالکریمی برای قسمت آخر این جنبندی صحبتاتون هم باشه من حاکمیت رو به آخوند تقلیل ندادم من زبان تقلیل گرایانه جامعه رو خواستم پیان بکنم اما به حال من چالش خودم رو با جریان روشنفکری قرار دادم راجع اون فهم اگه دقیقا. نه به این دلیل که از حاکمیت میترسم نه به این دلیل که حاکمیت داره به من رانتی میده به این دلیل که برای آگاهی ارزش بیشتری قائلم چون برای آگاهی و خداگاهی من فکر می کنم ما در واقع فقط از ره خود خداگاهی تاریخی است که می توانیم راه اونو پیدا بکنیم من باید با روشنفکر دیالوگ بکنم من با نماینده مجلس که نمیتونم گفتگو بکنم نماینده مجلس که مسئلهش فهم حقیقت نیست سران قوا که مسئلهشون فهم حقیقت نیست ارتشی و نظامی هم که مسئلهش این که من در واقع جریان روشنفکری رو به مهمیز انتقاد میگیرم و انتقادات تندی هم دارم در واقع نشانگر احترام قلبی منه نوعی نوعی باورمندی است که اگر قرار تغییر شکل بگیره این تغییر و جریان نخبگانی کشور ما باید به اجماع برسیم در واقع امروز بخش وسیع توده های ما گمن گمن و رسانه های خارجی هم سعی میکنن این جامعه رو گم نگه دارن و آرمان هایی رو براش مطرح میکنن که در حکم ادم سو نمکیه ما روشنفکران ما نخبگان جامعه باید به فکر تقضیه راستین این ملت باشیم تا بتونه به بخش از مطالباتش دست پیدا بکنه اون راه جدیدی که میگم حرف من اینه که روشنفکران ما وقتی راجع به مسائل ما حرف میزنن دائما ایران رو با کشورهای پیشرفته اروپایی امریکای, و آمریکایی و نروژ و سوئد و کانادا مقایسه میکنن توجه ندارن که شرایط تاریخی ما با شرایط اون کشورها بسیار بسیار متفاوته روشنفکران ما وقتی راجع به مسائل ایران صحبت میکنن نگاه ساختارگرایانه کمتر داره و بیشتر نگاهشون جز نگران است روشنفکران ما بیشتر به نقد اخلاقی حاکمیت میپردازن به این معنا که میخوان بگن که در حاکمیت افراد بد وجود داره به هیچ وجه نمیخوان بگم در حاکمیت ما راندخار و دزد و پدر دختر و شالتان وجود نداره حرف این نیست اما معتقدم که هاردکور و مسئله اصلی ما نقد اخلاقی حاکمیت نیست بلکه فهم و نقد اون ساختارهایی است که در واقع لوایتان قدرت سیاسی شکل میگیره و این ساختار یک ساختار شپ مدرنه این شپ مدرنته باید درک بشه و نقد شپ مدرنته در واقع چیزی است که در ادبیات عمده شپ روشنفکران و شپ جامعه شناسان ما در واقع پنهانه نکته دیگر این که نگاه, نگاه اکثر پولیتیکال اکتیویست ها و کنشگران رو در واقع کلمه شبه جامعه شناس رو مخصوصا به کار بگنم که عصبانی کنم ولی به حال میخوام یه مقدار مسئله ساز بکنم که در واقع روشن فکران و جامعه شناسان ما به اصطلاح جامعه شناسان ما کمتر مسائل امروز ما رو در بستر تاریخی چند صد ساله اخیر فهم میکنم من ندیدم برای فهم مسائل من اینکه که مثلا این که ما یه تمدن بری هستیم و تمدن بری به مثلا استبداد ختم میشه اینا تحلیل های است که خیلی هم عوامان است و به تحولات اجتماعی تاریخی توجه نداره و نکته دیگر اینکه که باز هم شپ روشنفکران و شپ جامعه شناسان ما مسائل کشور رو با عقل انتظایی بررسی میکنند به این معنا که مسائل ما رو از کانتکس مسائل جهانی جدا میکنن از مسائل ژئوپلیتیک جدا میکنن و درکی ندارن که بسیار از مسائل کشور ما رو باید در نسبتش با نظام جهانی سلطه فهم بشه مثلا بسیار از ناکارآمدی ها علاوه بر اینکه حالا نافریختگی ها و ایدولوژیک اندیشه ها و سیاست های بسیار بسیار غلط و نادرست در کشور وجود داره ولی به حال کشوری چهل سال تحریم شده چهل سال تحت تاثیر شدیدترین فشار هاست و من کمتر دیدم کمتر دیدم در واقع جریانات روشن فکر ما در واقع در تحلیلاشون، در ناکارآمدی هایی که در حاکمیت به عیان به عیان وجود داره در حوزه اقتصادی در حوزه نظامی رو نمیگم در اونجا فکر میکنم شاهکار خلق کرده اما در حوزه نظامی و بدتر از اون در حوزه فرهنگی در حوزه فرهنگی گفتمان انقلاب در واقع فاجعه خلق کرده در حوزه اجتماعی فاجعه خلق کرده اما نباید این به معنای از دست دادن دستاوردهای نظامی و استقلال نظامی کشور بشه این رو نباید ما به اصطلاح اینها رو با هم خلط بکنیم به هر حال میخوام بگم بسیاری از این ناکارآمدی ها هم در واقع به خاطر این است که نظام سلطه جهانی به ما اجازه نداد و نمیخواد نمیخواد یک ایران زفرمند قدرتمند زور پیدا کنه و گاه نمیگم همه همه اینقدر نادان نیستن ولی من از حتی اساتید دانشگاه شنیدم که گاه آمریکا رو به منزله فرشته نجات تلقی میکنن و میگن ای کاش آمریکا بیاد ما رو این آخونده نجات بده این رو از بعضی از چهره های برجسته روشنفکری هم من از زبان یکی دو تاشون شنیدم خب اینها نهایت ابتذال فکری نهایت ابتذال فکری است نمیگم اینا عمومیت داره ولی یک چنین خلجاناتی یک چنین به هایی رو میتوان در میان شبه روشن فکر و در میان جوانان هم که در میان جوانان هم که ما اینها رو زیاد ببینیم و من فکر میکنم وظیفه من و آقای دکتر بخارایی و افرادی مثل ایشون که ماها خودمون به توافق برسیم به یک اجماع برسیم به یک اجماع ملی نخبگانی تا بتونیم توده های وسیع رو از سرگشتگی خارج بکنیم و بتونیم به این شرایط بسیار بسیار سخت کشور توده ها که اسیر تورم دو رقمی هستن و با بحران های بسیار بزرگی در آینده مواجه خواهیم بود بحرانی مثل بحران بنزین بحرانی مثل بحران جانشینی که اگر ما به نفع جدی نیندیشیم ما با در واقع خون ریزی ها و شورش ها و تقیان های بسیار زیادی مواجه خواهیم بود باید به این مسائل بیندیشیم روشن فکران ما به هیچ وجه به مسئله خلای قدرت فکر نمی کنم من حاکمیت بد رو حاکمیت جمهوری اسلامی رو یا هر حاکمیت بدی رو بر خلای قدرت ترجیح میدم یعنی اگر مخیر باشم بین ظهور خلای قدرت در ایران و حاکمیت بد من حاکمیت بد و استبدادی و استبداد دینی رو بر خلای قدرت ترجیح میدم. روشنفکر ما درست مثل زمان شاه روشنفکرانزا آنارشیسته. آنرشیسته آنارشیستی است. یعنی در واقع در یک فضای انتزاعی خواهان نوعی جرای قدرت بیان که آلترناتیو شایسته وجود داشته باشه. و در واقع دائما از تحولات در عرصه سیاست صحبت میکنه بیان که آلترناتیو مناسبی وجود داشته باشه اینها انتقاداتی است که من به جریان روشن فکری دارم و حرفان به هیچ وجه در جهت تثبیت وضعیت موجود نیست من انتقادات خودم به گفتمان انقلاب دارم تغییر ملی ملیست و هیچ قدرتی نمیتونه در برابر این خواست مقاومت کنه و اگر بچه های گفتمان انقلاب مرادم بچه های سپاه هستن بچه های بسیج هستن بچه های که دارن از مرز های کشور دفاع میکنن اگر در نیابن که در برابر خاص ملی نمیتونن مقاومت کنن و اگر بخوان مقاومت کنن به معنای اینه که همه دستاورت های شگرفشون در عرصه استقلال نظامی و سیاسی به خطر خواهد افتاد و خون همه شهداشون به هدر خواهد رفت اینها من برای جامعه است و فکر میکنم توده های ما هم باید تربیت شن تربیت سیاسی شد ولی قبل از اون باید خود نخبگان خودشون راهشون رو پیدا کنن که به نظر من هنوز راهشون رو پیدا نکردن خیلی ممنون از شما آقای بخاری اگه شما بخواید جمع بندی کنید ولی در خلالش این سالم اگر جواب بدید که فرض کنید اگر حاکمیت راه گفتگو رو خب همچنان با فرض شما بسته باشه خب شرایط چطوره یعنی ما همچنان به این شرایط باید ادامه بدیم فرض کنید انجمنها ها بسته باشن راه گفتگو و صدا سیما برای روشن فکران بسته باشه یعنی ما باید همچنان این تداوم داشته باشیم تداوم داشته باشیم یعنی چی ما شرایط موجود یعنی شرایط موجود تداوم خواهد داشت آره، یا نه بله آیه دکتر به دو نکته مهم اشاره کردن یکی اجماعی روشن فکران حالا اجماع که میگیم نه اینکه همه مثل هم فکر بکنن ولی رابطه دیالکتیکی باشه که سنتز آفرین بشه این صحبت درستی است باید ما اینقدر با هم صحبت بکنیم که بتونیم اول خوب بشنویم و بعد ذهن قبلیمون رو اونجایی که قابل نقد اصلاح بکنیم تا همه با هم روش بکنیم این فرمایش درست ایشون هست و مورد دوم که اشاره فرمودن میخواستم منم تکرار کنم پاسخ همین سوال شماست اتفاقا که فرمودند اگر اصلا انقلابیون اصیل خواست عمومی و متوجه نشن اون دستاورت هم با تهدید جدی مواجه میشه پاسخ سوال شما همینه که این روند اگه بخواد ادامه پیدا بکنی یعنی همچنان بر کم توجهی و گاهی بی توجهی من نمیگم همیشه بی توجهی امن مطلق وجود نداره کم توجهی و گاهی توجه. اگه برای این تبل بخوان همچنان بکوبند همون اتفاق آی دکتر فرمودن میفته ما بیش از پیش شاید فروپاشی اجتماعی و متعاقبش فروپاشی های فرهنگی اقتصادی و سیاسی خواهیم بود و همون دست و بعد دکتر میفرماید اینا باید دقت داشت حالا گفتگوی ما رو میشنون خیلی ها ولی بدونن که جوهره کلام اینه ما هر نقدی هم نسبت به هم داشته باشیم بیرون از اینجا هر کسی هر نقدی داره باید باید بفهمیم و ایمان داشته باشیم به اینکه هر کسی ما به عنوان هر کس هر کس خودش نقطه ضعفی داره که تو یک دیالوگ و گفتگو باید به نقطه ضعفهای خودش پی ببره یه گام به جلو همه هم نقطه ضعف داریم بدون استثنا در کنار هم هستیم کامل میشیم من جنبندی خودم رو عرض میکنم که به اون معنا ما روشنفکر نداریم چون که جامعه بستری رو برای شکلگیری روشنفکر ایجاد نکرده برخلاف دوره مشروطه مونگای جامعه شناسی تاریخی داریم در دوره مشروطه روشنفکری شکل گرفت اصلا امروز رو بر اساس دیروز تعریف میکنیم ما میگیم انقلاب 57 یک مولود تاریخی بود نگاه تاریخی داریم ارتباط داره با کنش و منش پهلوی دوم ارتباط داره با جنگ عرب و اسرائیل ارتباط داره با قیمت نفت که چند برابر نسیم فروش به صدا درآمدهای ناشی از فروش نفت ناشی از جنگ عرب و اسرائیل که روند مدرنیسم رو در ایران تسریعی کرد اینا همه پارامترهای تاریخی است متوجه داریم به این موضوع و برای همین اساس یک تحلیل ویژه از انقلاب سال 57 در چارچوب نظریه جامعه انقلاب داریم که حالا اگر زمانی فرصت بود در خدمتون خواهم بود که من بیشتر بیاموزم پس روشن فکر که بستر فراهم نشده و اون مقداری هم که شده بود در زمان شاه همون مقدارم هم پایین کشیده شد و مظلومان از این جد میگم مظلوم از این جد میگم روشن فکر نیست اما روشنگرهای ما به اندازه اونچه که جامعه بهشون داده به همون اندازه دارن روشنگری میکنند و به همون اندازه قابل احترامند به همون اندازه به خودشون و به دیگران نقد دارن به خودشون هم نقد دارن اتفاقا من میبینم بچه های سینما گرد چجوری بین خودشون نقادی هست بچه های هنرمند بچه های رسانه تو دانشگاه به خودشون اول نقد دارن ما نگیم اینا به خودشون نقد ندارند و فقط انگشت تام و به سمت حکومت این یه نوع تقلیل گرایی دیده من و اینکه دیگه حالا آی دکتر دیگه برداشتشون هم. ما جامعه شناسا اینه که انتظایی فکر میکنیم خب منم فکر کردم منم احساس میکردم فلسفه اگه بدون جامعه شناسی باشه انتظاییه حالا دیگه کارهای من و کارهای دکتر و کارهای جامعه شناسا تحقیقاتمون مقالاتمون نوشته تح... حرف هر که زدیم همه هست که پای ما مثلا روی زمینه یا ویسی ایدئال ها و مدینه های فاضله این رو دیگه بلاخره دوتا نظر دیگه اینا باید مخاطبین ما قضاوت بکنن و بحث جهانی شدن ایشون فرمودن ما جهانی شدن به شدت زیر ذره داریم در عرصه فرهنگ یک اشکالی که به داخل میگیریم اینه که هر نوع عنصر فرهنگ جهانی که میتونه کارکرد داشته باشه وقتی میخواد وارد فرهنگ بشه تحت عنوان مهاجم فرهنگی بهش لیبل میزنن با فرهنگ جهانی سر ستیز دارن با اقتصاد جهانی سر ستیز دارن اقتصاد جهانی اینه که بالاخره یک چارچوبی هست به دبستانی هست مگه مثلا الان قطر سر ستیز داره تلاش میکنه تکنولوژی خودش ببره بالا وقتی برد تو این مبادلات بین المللی اقتصادی بیشتر سهمش بخواد ژاپن در جای خودش اون در جای خودش حالا امریکای ابرقدرتی است همونی که ایران در سودای ابرقدرتی داره دیگه این جنگ های نیابتی اگه بده چرا این وظیفه بزرگ و ایران بر خودش قائله ابرقدرتی هست این واقعیت های تاریخی ایناست دیگه ما نمیتونیم بگیم تاریخی ببینیم ولی این قسمت که شد بگیم سلطه جهانی این میشه افراطش میشه تئوری مثلا توهم توطئه دیگه فاعلیت انسان فاعلیت انسان فاعلیت من و شما زیر سوال میره ما تو یک نقشه جهانی تعریف شدیم و همین هست و اگرم که بنابراین ما ابعاد اقتصادی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی به ابعاد جهانی شدن به شدت توجه داریم ما یک جزئی هستیم از کل و جمله آخر این که فرمودن که حاکمیت بعد بر خلاء قدرت ارجحیت داره کاملا فرمایش درستی است اما این انتزاعی است چرا انتزاعی است چون خلاه قدرت اصلا امکان تحقق نداره این نیست بگیم توی جامعه قدرت نیست هست باید از اون دوگانه که فقط جنبه ذهنی داره ممکن موازنه قدرت ها موازنه کار کردی نباشه پس حاکمیت بعد هرچند این رو میپذیریم که بر خلای قدرت ارجهیت داره اما عالم واقع آینده بسیار نزدیک نه خیلی دور این هست که باید انتخاب کنیم بین حاکمیت بد و بدتر منطق حکم میکنه بگیم حالا حاکمیت بد بهتر از حاکمیت بدتره یا حاکمیت متوسط بهتر از حاکمیت بده نترسونیم جامعه رو از اینکه اگر مثلا این نظام نباشد خلای قدرت هست امنیت امنیت هم کاهش بدیم به امنیت چی؟ امنیت ملی دیگه امنیت روانی امنیت مالی امنیت شغلی امنیت جهانی با این جنگ حماس و اسرائیل و حمایت ایران امنیت جهانی داره تهدید میشه دیگه اون امنیت ها رو در نظر نداشته باشیم یه امنیتی که ایرانی که مساوی میشه با جمهوری اسلامی دستگاه جمهوری اسلامی اخص از ایران هست منون. خیلی ممنون از شما خیلی ممنون از خشبه. جناب عبدالکریمی ممنون که این فرصت رو گذاشتید و به آزاد تشریف آوردید من خیلی به عنوان نفر سوم سعی کردم مداخله نکنم و بحثا شکل بگیره بین دو عزیز خیلی ممنون از مخاطبین عزیز که تماشا کردن خدا حافظ شما